استارت لایف شما. کورد بفرمایید. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، دوستان و همراهان عزیزی که امروز در نمایندگی شمال آلمان ما در خدمتشون هستیم و جلسه نمایندگی شمال آلمان رو در تاریخ 19 مارس 2020 آغاز می‌کنیم. در امروز جلسه نمایندگی شمال آلمان ما در خدمتتون هستیم با تحلیل و گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه 1400 که آقای عباس منفرد زحمت میکشند و ما رو مطلع میکنند. خانم منصوره کاویانی بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد میکنند. آقای فرشاد عربی حقوق زنان رو، حقوق زندانیان رو برای ما اعلام می کنند و اما خانم لیلا ابوطالبی سخنرانی رو با موضوع کودک همسری ایراد دارند. همچنین خانم معصومه بهمنی راد جدایی دین از دولت رو مورد بررسی قرار می دن. در انتهای هر یک از سخنرانی ها هم ما منتظر دوستان هستیم که مطالب و نظرات خودشون رو اعلام کنند. در ابتدا جناب آقای عباس منفرد، من مایک رو برای شما آزاد میکنم که زحمت بکشید و گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه 1400 رو به گوش ما برسانید. ممنون از شما. آقای منفرد دستتون رو بالا کنید. بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما تلاشگران عرصه عدالت خواهی، با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه 1400 در خدمت شما خوبان هستم. در ابتدا باید عرض کنم در این ماه همچون ماه‌های گذشته تعداد اخبار بسیار زیاد بوده که این موضوع انتخاب را با دشواری همراه می‌کند. زمان به شدت محدودی برای مهار فرونشست باقی مانده است. مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی گفت برای مهار فرونشست زمان به شدت محدودی باقی مانده است و باید هر چه سریعتر در این رابطه اقدام کنیم. رضا شهبازی گفت گستره فرونشست دست کم 2/3 از دشت‌های کشور که محتوی آب شیرین هستند را تحت تاثیر قرار داده است و 1/3 دیگر این دشت‌ها هم با کاهش تراز آب مواجه هستند که با ادامه یافتن این روال این دشت ها نیز در آینده درگیر فرونشست خواهند شد. وی در رابطه با نرخ فرونشست توضیح داد نرخ فرونشست مؤلفه ای است که به میزان فشردگی، ماهیت و ضخامت ذرات آبخوان ها برمیگردد. به دلیل اینکه این عوامل در آبخوان های مختلف با هم تفاوت دارند، در نتیجه نرخ فرونشست نیز در هر منطقه متفاوت است. شهبازی افزود در حال حاضر استان کرمان نرخ بالای 30 سانتی متر در سال، در اصفهان دست کم 20 سانتی متر و در اطراف تهران 15 سانتی متر در سال را به ثبت رسانده است. این خبر نقض هدف 15 سند 20 یونسکو مبنی بر حفاظت، احیا و استفاده پایدار از جنگل‌ها، کوه‌ها، تالاب‌ها و نواحی خشک است. در تحلیل این خبر می‌توان گفت که متأسفانه از بعد از انقلاب اسلامی دادن مجوزهای غیر اصولی و حفر چاه‌های بیشمار و عدم اجرای طرح‌های آمایش سرزمینی در بخش کشاورزی و صنعت پیامدهای بسیار ناگواری را داشت که مهمترین این مخاطرات بحث فرونشست است. احضار محمد عالی شوندی و فتح‌الله غلامی به دادگاه فراشبند. محمد عالی شوندی و فتح‌الله غلامی دو تن از اعضای کانون صنفی معلمان استان فارس طی ابلاغیه‌ای به دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان فراشبند احضار شدند. از این شهروندان خواسته شده تا ظرف مدت 5 روز از زمان صدور ابلاغیه در این شعبه حاضر شوند. طی ابلاغیه‌ای که در تاریخ 15 اسفند ماه 1400 صادر و به این شهروندان ابلاغ شد، از آنان خواسته شده است تا ظرف مدت 5 روز از زمان صدور ابلاغیه در این شعبه حاضر شوند. این خبر نقض مواد
اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 9 عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی است. شامگاه سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1400 سه کوله بر در پی شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شدند. هویت این کوله بران پوریا عبدالرحمنی نژاد، پژمان عبدی و منصور عبدی اهل شهرستان سلاس باباجانی عنوان شده است. بر اساس این گزارش نیروهای نظامی بدون اخطار قبلی این کوله بران را هدف تیراندازی قرار دادند. این سه کوله بر جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل و وضعیت عمومی آنها مساعد گزارش شده است. این خبر در بردارنده نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 29 حق مسئولیت نسبت به جامعه است. مردم روستاهای اهواز زیر فلرهای نفتی انواع بیماری ها را دارند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اهمیت توسعه صنعت سبز گفت مردم در حاشیه مناطق صنعتی استان خوزستان در فقر زندگی می کنند و در کنار شهر اهواز روستاهایی هستند که مردمانشان زیر فلرهای نفتی انواع بیماری ها را دارند. این مسئله با اقتصاد سبز متناسب نیست و خواهان کاهش مخاطرات زیست محیطی است. محمد جواد اشرفی اظهار کرد بشر امروز توسعه اقتصادی را به بهای مصرف بی‌رویه و استفاده بیش از حد از محیط زیست و منابع طبیعی به دست آورده است و این روند باعث ایجاد چالش های محیط زیستی شده است. به افزود گرد و غبار و آلودگی های محیط زیستی همه محصول این رشد نامناسب هستند. اگر این گونه عمل نمی کردیم شاید با این مشکلات محیط زیستی مواجه نبودیم. بنابراین ضرورت دارد که در توسعه روی کردی متقابل و متغیر با آنچه در حال حاضر وجود دارد داشته باشیم. این خبر نقض هدف 11 از سند 20 یونسکو مبنی بر تبدیل شهرها و سکونتگاه‌های انسانی به مکان‌های همه‌شمول و توجه به کیفیت هواست. مهسا کمالی بازیکن فوتسال زنان تیم ملی با باشگاه مصر به دلیل به نمایش گذاشتن پیراهنی که در زیر لباس تیم به تن داشت و روی آن نوشته شده بود جنگ را متوقف کنید به کمیته انضباطی احضار شد. باشگاه مصر رفسنجان در اطلاعیه اقدام این شهروند را احساسی و شخصی عنوان کرد و گفت که با او برخورد قاطع خواهد کرد. این خبر نقض ماده 19 حق آزادی بیان و ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه است. در صورتی که در همه میادین بلخص در المپیک این عنوان میشه که ورزش یک آوردگاهی است که بتونه صلح و آرامش رو در جهان گسترش بده و این رفتاری که این خانم انجام داده بود در راستای همین هدف است، ولی متاسفانه با برخورد بسیار زشت و زننده جمهوری اسلامی بلخص باشگاه مثل رفسنجان ما شاهدش هستیم. سه شهروند اهل روستاهای سردوش از توابع شهرستان مریوان به اداره اطلاعات احضار شدند. هویت آنها ارسلان نیکخواه 27 ساله فرزند عارف، عطا فتاحی 24 ساله فرزند محمد و آرش نوذری 26 ساله فرزند فائق عنوان شده است. احضار آنها از طریق تماس تلفنی به اداره اطلاعات مریوان به منظور ممانعت از برگزاری جشن نوروز در روستای سردشت صورت گرفته است. آرش نوذری و ارسلان نیکخواه پیش از این نیز سابقه احضار توسط نیروهای امنیتی را داشتند. همچنین عطا فتاحی در سال 99 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورخ 2 آذر ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی سنندج آزاد شده بودند. طی روزهای اخیر 41 شهروند اهل روستاهای نی نیز در همین راستا به اداره اطلاعات مریوان احضار شده بودند. این خبر نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی است.
خبری که الان خدمتتون عرض میکنم و ما کلیپش رو توی رسانه ها و فضای مجازی زیاد دیدیم و بازنشد، گریه های استاندار کوکیلو بایرحمت بود در خصوص محرومیت و فقر بیش از حدی که در این استان وجود داره. استاندار کوکیلو بایرحمت با اشاره به محرومیت های متعدد و فقر رایج در این استان عنوان کرد. شرمنده ام که بگویم استان کوکیلو بایرحمت رتبه اول خودکشی در کشور را دارد و یک حرف ناامید کننده باعث خودکشی یک دختر یا پسر نوجوان و جوان می شود. علی احمدزاده در تشریح بیشتر محرومیت های رایج در استان گفت هم اکنون فقر و محرومیت در پیجاب باش، مرزد زیلایی و دیشموک کوکیلویه و بایرحمت بیداد می کند. به علاوه حدود 4 ماه است که در 18 روستای تابع مرزد زیلایی هیچ راه ارتباطی برای ساکنین آن وجود ندارد. ما شاهد نقض ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه است. رئیس پلیس راهور ناجا گفت کیفیت تولیدات داخلی وسایل نقلیه پایین آمده. تولیدات ما که 20 سال از طراحی آن می‌گذرد هم ایمنی در آن کم است و هم خود خودرو عامل شدت تخریب یا جراحات است. مثلا ترمز وسیله برای کنترل خودرو در مواقع خطر است، اما وقتی راننده ترمز می‌کند خط ترمز خودرو چندین متر کشیده می‌شود. یا ترمز ABS درست عمل نمی‌کند. در همه خودروهای دنیا باک وجود دارد اما هیچ وقت عامل انفجار نمی شود. اما در ماشین های داخلی ما باک منفجر می شود چون در قطر آلیاژ باک دست برده شده است. این خبر نقض ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه است. نعمت الله ریاحی درویش گناوادی و از بازداشت شدگان حوادث گلستان هفتم در سال 96 با وجود مشکلات قلبی و عدم توانایی تحمل حبس جهت تحمل دوران محکومیت 1 سال زندان خود احضار شد. بنا به تشخیص پزشک معالج آقای ریاحی باید به صورت مداوم تحت نظر قرار داشته باشد و در صورت زندانی شدن با خطر ایست قلبی مواجه خواهد شد. تراویش گناوادی به خصوص در سالهای اخیر فشار کم سابقه ای را از سوی دستگاه‌های حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه گلستان هفتم شکل بیرونی و مشخص‌تری به خود گرفته است. در جریان گلستان هفتم صدها درویش بازداشت و سپس به احکام شلاق، حبس و اعدام محکوم شدند. این خبر نقض ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 18 حق آزادی عقیده است. حمزه درویش زندانی سنی مذهب 28 ساله اهل تالش از روز چهارشنبه 18 اسفند ماه در اعتراض به صدور حکم حبس بدون دسترسی به وکیل و عدم حق اعتراض به حکم صادره در زندان لاکان رشت دست به اعتصاب قضا زده است. وی به تازگی توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب رشت به 2 سال و 1 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای درویش از بابت اتهامات توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به 18 ماه و 1 روز حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه و 16 روز حبس تعزیری محکوم شده است. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و با استناد به انتشار فایل صوتی آقای درویش در فضای مجازی که در آن از شرایط نگهداریش در زندان سخن گفته بود تشکیل شده است. این خبر نقض ماده 9 عدم حبس، توقیف یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه می باشد. آرزو رحیم خانی استاد اخراج شده دانشگاه آزاد واحد شهرستان اندیمش و همسرش رامین بیرانوند از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 2 سال حبس محکوم شدند. این دو به دلیل گلفشانی کردن مزار اعدام شدگان سال 60 اندیمش توسط ماموران قرارگاه امنیتی ابوالفضل عباس خوزستان در منزل خود در اندیمش بازداشت و
و به مکان نامعلومی منتقل شدند. نیروهای اطلاعات سپاه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل این شهروندان کرده و وسایل شخصی آنان از جمله کامپیوتر و تلفن‌های همراه را ضبط کرده و با خود بردند. این خبر نقض ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی است. در انتها جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امین و آرمان انصاری‌فر برگزار شد. پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر از جان باختگان اعتراضات آبان 98 روز دوشنبه 23 اسفند ماه به صورت ویدیو کنفرانس در شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماهشهر برگزار شد. امین انصاری‌فر و فرزندش آرمان انصاری‌فر در تاریخ 30 بهمن و 1 اسفند ماه بازداشت و نهایتاً به زندان بهبهان منتقل شدند. این جلسه در شعبه یک دادگاه انقلاب بندر ماهشهر به ریاست قاضی سید مهران مهمان نواز از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور فرشته تابانیان وکیل مدافع آنان برگزار شد و همچنین با آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه 150 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی موافقت شد. این خبر نقض ماده 9 عدم توقی، حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای هم است. همونجور که در ابتدا خدمت شما دوستان عرض کردم، خبرها بسیار زیاد بود و انتخاب خبر بسیار سخت بود و امیدوارم در سال جدید که ما در آستانش هستیم و پیشاپیش خدمت همه دوستان تبریک عرض می‌کنم، ما شاهد افق‌های روشنی در کشور عزیزمون باشیم و حالتی پیش بیاد که ما برای جستجوی خبر با مشکل مواجه بشیم و خبرها بسیار اندک باشه و شاهد شکوفایی حقوق بشر و احقاق حقوق همه عزیزان در کشور عزیزمون باشه. سپاس از شما. ممنون جناب آقای منفرد و ممنون از آرزوی بسیار خوبی که کردید. امیدوارم واقعا روزی برسه که نقض حقوق بشر در ایران وجود نداشته باشه. خب دوستان گرامی، ممنون از اینکه تا اینجا یه جلسه همراه ما بودید. اگر نقطه نظری، پیشنهادی در رابطه با موارد نقض حقوق بشری که در اسفند ماه 1400 در ایران اتفاق افتاده است، نظری دارید، ما در خدمتتون هستیم. در غیر این صورت بریم سراغ سخنران بعدی. بسیار عالی. خب سخنان بعدی ما خانم منصوره کاویانی هستند که بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه اون رو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد می کنند. خانم منصوره کاویانی در خدمتون هستیم، میشنویم صدای شما رو. بله، ممنونم. درود و عرض ادب دارم خدمت همه دوستان و بینندگانی که ما رو از یوتیوب دنبال می کنند. همونطور که خانم مباشایی فرمودن، من امروز به بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان میپردازم و اونو مقایسه میکنم با قانون جمهوری اسلامی ایران. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوبه 20 دسامبر 1952 هست. این کنوانسیون 11 تا ماده داره که ما امروز فرصت میشه به 3 ماده اول اون بپردازیم. اعضای متحد خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شدند شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و همچنین خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اعمال حقوق سیاسی، مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور به نحو زیر توافق نموده است. در ماده یک این کنوانسیون اومده که زنان
محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی رأی دهند. مستحضر هستید که کنوانسیون ها برای اجرایی شدن بهتر اعلامیه جهانی حقوق بشر روی کار اومدن. در همین راستا اشاره می کنم به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 2 که عدم تبعیض رو عنوان می کنه و همچنین ماده 21 که حق دموکراسی رو در واقع خواهان هست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 3-7 اومده که تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و همچنین اصل 3-9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی. اما همه میدونیم که یکی از حوزه هایی که در دوران انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری دچار بیشترین تغییرات میشه حضور زنان در عرصه های عمومی و انعکاس اون در رسانه های رسمی کشور هست. در واقع از زنان به اصطلاح بدحجاب در کنار نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های عمومی و فضای مجازی به وفور ظاهر میشه. اما سوال اینجاست، آیا زنان با مشارکت در انتخابات چه چیزی واقعا به دست میآورند؟ آیا حضور کمی زنان معادل با حضور کیفی اونا در حیات سیاسی اجتماعی ایران است؟ در ادامه به این سوال جواب خواهیم داد. یک مدرس مطالعات زنان میگوید بزرگترین چالش زنان در حوزه سیاسی فراهم نبودن بستر تحلیل، نقد و بیان نظرات اونهاست. گاهی تنها زنانی میتوانند به راحتی حرف بزنند که در جهت توانافزایی جریان سیاسی که به قدرت رسیده کار کنند و دومین چالش زنان در مشارکت سیاسی این هستش که زنانی که از سهم زنان بهره برداری میکنند، یعنی رأی اونها به واسطه رأی کسانی هستش که همجنس اونها بودند و اونها برگزیده میشن اما در واقع به مشکلات اونها رسیدگی نمی کنند. ماده 2 این کنوانسیون در واقع زنان گفته شده زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیئت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. در اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی جالب هست که بدونید نوشته شده دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. به طور مثال ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. رعایت حقوق زن در ابعاد مادی و معنوی از موضوعات مهمی هست که اصل 21 قانون اساسی تضمین و احیای اون رو وظیفه دولت دونسته. از جمله این حقوق حق انتخاب شدن است. زنان واجد شرایط نیز حق دارند مانند مردان برای تصدی مناسب سیاسی و اجتماعی داوطلب شوند. از جمله این مناسب ریاست جمهوری هست. خب باید در نظر داشته باشیم که در اصل 115 قانون اساسی ایران بیان شده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد و جالبه بدونیم که تا به امروز تعریف قطعی و واضح از کلمه رجال گفته نشده است که اتفاق نظر بر سر این موضوع وجود ندارد. همچنین در اصل 28 قانون اساسی آمده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در همین خصوص میتونم به ماده های 22 و 23
حق امنیت اجتماعی و حق امنیت کار اشاره کنه. در ابتدا عرض کردم درباره سمت ریاست جمهوری، اما مسئله اشتغال زنان به سمت ریاست جمهوری متاسفانه خلاصه نمی شود. مثلا در منصب قضاوت در ایران زنان در واقع طبق قانونی که تصویب شده از 14 اردیبهشت سال 1361 به موجب ماده واحده شرایط انتخاب قضات دادگستری از اشتغال به قضاوت محروم شدند. پس از یک دهه از گذشت تصویب این مصوبه و نفوذ بیشتر زنان در جامعه، در فضای فکری حاکم بر جامعه طبق اصلاحیه تبصره 5 قانون الحاق، 5 تبصره به تصویب رسید. زنان به محدود پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق ورود پیدا کردند، اما همچنان زنان توانایی اخذ پست قضاوت را دارا نمی‌باشند. با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌بینیم که نسبت اشتغال زنان در ایران حدوداً 14% است. نکته قابل تأمل این هست که در سالهای گذشته بیش از 60% فارغ التحصیلان دانشگاه زنان بودند، اما در حوزه‌های کاری فضا برای فعالیت در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اونها وجود نداره. منزوی کردن زنان در تمامی حوزه ها به نفع هیچ کس نیست و به نظر بنده حکومت هم از این موضوع نفع نخواهد برد، بلکه طبیعتاً چون زنان تقریبا نیمی از جامعه رو تشکیل میدند و منع زنان و به حاشیه بردن این همه توانایی میتونه برای دولت و جامعه مطمئناً مخرب باشه. به نظر میرسد یه مشکل زیرساختی در قوانین کشور وجود داره که ما امروز شاهد این بحران و تبعیض در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هستیم. و اما میرسیم به ماده 3 این کنوانسیون. زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. در اصل 43 نوشته شده برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و همچنین برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابطی چون رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری استوار گردیده. محدودیت اشتغال زنان در نیروهای مسلح به این صورت هستش که استخدام زنان در ارتش جمهوری اسلامی طبق ماده 32 قانون ارتش ایران فقط میتونه برای مشاغل درمانی و بهداشتی باشه و جالبه بدونید نقل و انتقال زنان شاغل در ارتش باید تابع شرایط خدمتی همسر اون خانم باشه. از دیدگاه حقوق تطبیقی به موجب بند ب ماده 7 مقابل نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 دولت‌های عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی موظف گردیدند که زمینه‌های شرکت زنان را در همه مشاغل دولتی در تمام سطوح فراهم سازند. بعضی از دولت‌ها هنگام الحاق به این مقابل نامه در مورد بند ب ماده 7 حقش در واقع شرط نمودند و خود رو به اجرای مطلق اون در نیروهای مسلح متعهد نساختند. همونطور که مستحضر هستید از دیگر محدودیت اشتغال در مناصب عالی حکومتی میتونیم به ممنوعیت تصدی پست های مجلس خبرگان رهبری، ریاست قوه قضاییه رهبری و تمامی پست هایی که شرط فقاهت در اونها مانند نیمی از اعضای شورای نگهبان، دادستان کل کشور و غیره هست اشاره کنیم.
قوانین جمهوری اسلامی در طی 14 گذشته به تعبیر بعضی ها انقلابی بود که علیه زنان بوده و این حکومت تلاش کرده که زنان رو از حوزه قدرت سیاسی به شکل مؤثرش دور کنه. در انتهای سخنرانی خودم رو با جمله از ماکس وبر و طرح یک سوال به پایان میرسونم. ماکس وبر میگه که 4 عنصر هست که تقسیم ناعادلانه اون تبعیض به وجود میاره. اولیش ثروت هست، دوم موقعیت اجتماعی هست و سوم اطلاعات که به منظور آگاهی هست اینجا و 4 قدرت. حالا سوال اینجاست که زنان در قدرت ها و نقاط تصمیم گیری در کجای حکومت قرار دارند؟ و آیا حتی اگر زنان به جایگاه رهبری و سیاست گذاری هم برسند، آیا فضای عمومی در سازمان ها و احزاب و سنت های مردسالاران در واقع موانعی رو مقابل این زنان قرار خواهد داد یا خیر؟ ممنونم که به عرض بنده گوش کردید. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم. متشکرم. ممنون خانم کاویانی عزیز، بسیار سپاسگزاریم بابت سخنرانی که ایراد کردید. من یک جواب به شما بدم در اینجا. تا زمانی که در جمهوری اسلامی ایران دین و دولت از هم جدا نمیشه و همیشه دین اسلام که خودش پایه‌گذار اولیه‌ای هست که زن رو در مرتبه دوم قرار میده و همیشه جنس دوم محسوب میشه، تا اون زمان ما هر چی که در رابطه با سیاست، ثروت، تبعیض و هر چیزی که فکر کنی در قبال زنان خواهیم دید و تا زمانی که این مشکل هست هیچ کاری نمیشه کرد. ممنون از شما دوستان. اگر که نظری، پیشنهادی، صحبتی در رابطه با سخنرانی خانم کاویانی دارن در خدمتون هستیم. بله جناب آقای منفرد، میشنویم شما رو. سلام مجدد خدمت دوستان، سپاس از خانم کاویانی عزیز که به این موضوع پرداختن. من فقط یک مقایسه آماری رو خدمت شما عرض کنم در خصوص اجحافی که در حق بانوان کشور عزیزمون داره اتفاق میفته. ما میام توی میزان پذیرفته شدگان کنکور سراسری که نگاه میکنیم به صورت تقریبی طی سنوات گذشته میزان ورودی خانم ها 54.45% و آقایان 45.55%. این یک گواه که خانم ها وقتی بخوان تلاش کنن و بخوان در سازندگی کشور دخیل بشن این توانایی رو دارن و نمیتوان به بهانه های واهی جلوی حضورشون در جامعه رو گرفت. ولی در آماری که طبق آمار سال 98 منتشر شده سهم خانم ها در بازار کار رو بررسی بخوایم بکنیم، در بین جمعیت 24 میلیونی شاغل 20,331,000 نفر را آقایان و 4,420,000 نفر را خانم ها تشکیل میدن. اگر نگاه کنیم ورودی دانشگاه ها آمار خانم ها بالاتر و اون میزان شاغلین در جامعه رو اگر نگاه کنیم سهم آقایان 82%، سهم خانم ها 18%. که به هیچ عنوان هر معیاری هم بخوایم در نظر بگیریم این همخونی نداره و کاملا اجحاف رو داره نشون میده. و در آخر چیزی که من طی هفته گذشته اگر اشتباه نکنم دیدم و خیلی ناراحت کننده بود این بود که افرادی در بر مسند نشستن که متاسفانه هیچ بویی از انسانیت نبردن و فقط بر اساس منطق و فکر خودشون دارن مدیریت میکنن. در جلسه که استاندار خراسان شمالی آقای محمد رضا حسین نژاد داشتن به زن این که میکروفونشون خاموش بود به آقایی که کنار دستشون بود اینو عنوان کردن که به این زنها رو بدهید کل کشور رو تصرف میکنن. جلسه رو نگاه کن 70%ش خانوما هستن. این متاسفانه وقتی میگیم اجحاف داره اتفاق میفته از افرادی هست که در رأس قرار گرفتن و به هیچ عنوان از تفکرات
پوچشون دست نمیکشن. ممنون از شما. ممنون جناب آقای منفرد، دقیقا همین صحبتی که شما میفرمایید. خب در خدمتون هستیم دوستان، اگر که نقطه نظری دارید در خدمتون هستیم. در غیر این صورت به سخنران بعدی بریم، آقای فرشاد عرابی که حقوق زندانی رو برای ما ایراد میکنن. جناب آقای عرابی در خدمتون هستیم، میشنویم صدای شما رو. با سلام خدمت همه همکاران و دوستان گرامی، در این سخنرانی من تصمیم دارم دقیق‌تر به گونه از شکنجه در ایران که کمتر دیده شده یا اهمیت چندانی به اون داده نشده صحبت کنم. بعد هم گزارشات زیادی در طول این سالها در مورد نقض حقوق بشر در حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله بازداشت، شکنجه، اعدام فعالین سیاسی شنیدیم. اما شاید کمتر شنیده باشه که بخشی از بار سنگین این فشارها رو همسران، فرزندان و پدران و مادران به دوش میکشن. این افراد که یک روز با حضور ماموران امنیتی در منزل خود روبرو میشن، روز دیگه برای پیگیری سرگردان راهروی دادگاه ها هستن و وقتی حکم صادر شد، همه بار مسئولیت زندگی رو به ناچار میپذیرن. یکی از اصولی که در قوانین بین المللی تعیین شده، اصل شخصی بودن جرم مجازاته. بر اساس این اصل، مجازات فقط برای شخص مجرم در نظر گرفته شود و فقط مجازات فرد مجرم میپذیره. به این ترتیب نمیتوان فرد دیگری رو به جای شخصی که مرتکب جرم شده مورد مجازات قرار داد. متاسفانه خانواده زندانیان سیاسی در این چهارده تحت شدیدترین شکنجه ها قرار گرفتند. میگویند تاریخ را فاتحان می نویسند و در تاریخی که توسط فاتحان نوشته میشه، صحبت از حق مطلق و باطل مطلقه. طرف پیروز خود را حق مطلق جا میزنه و قربانیان را باطل و شایسته هر نوع شکست و خفتی میدونن. روایت جمهوری اسلامی از اعدام های دست جمعی سال 67 هم مشمول همین قاعده است. اتفاقی که در اون چندین هزار نفر از زندانیان چپ و سازمان مجاهدین خلق بر اساس حکم آیت الله خمینی روانی جوخای مرگ شدن. اعدام مخفیانه بیش از 15 هزار زندانی سیاسی در دهه 60 یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هست. اما اون چه بر خانواده آوار شد فصلی است ناگشوده از فصل زندانی در حکومت اسلامی. خانواده ها هیچگاه از چرایی و چگونگی اعدام عزیزانشون مطلع نشدن و پیکر فرزندانشون به آنها تحویل داده نشد. اعدام شدگان در اغلب موارد در گورستان های متروک دفن می شدن. حتی محل دفن آنها به خانواده هاشون اعلام نمی شد. معدود خانواده هایی هم که از محل دفن فرزندانشون اطلاع داشتن نیز هیچگاه از اجازه حضور آزادانه بر سر مزار آنها گذاشتن سنگ قبر و سوگواری را نداشتن. تمام این محرومیت ها و ممنوعیت ها همچنین ادامه داره و هر گونه تخطی از این ممنوعیت ها اعتراض به اعدام ها و پیگیری و دادخواهی مجازات های شدیدی از تهدید تا بازجویی، ضرب و شتم، بازداشت، حبس و محرومیت از حقوق اولیه‌شون رو در پی داشته و اطلاع رسانی و پیگیری درباره اعدام ها و رخدادهای پس از اون نیز ممنوع بوده. همچنین بسیاری از این خانواده در یک فشار مضاعف از حقوق اولیه همچون حق به کار و تحصیل آزادانه نیز محروم شدند. با این همه خانواده در تمامی این سالها به دنبال دانستن حقیقت درباره چرایی و چگونگی اعدام ها بودن. متاسفانه آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان وجود نداره. به این علت که مقامات جمهوری اسلامی تمام تلاششون رو کردن طی سه دهه گذشته کشته 67 رو جزء اسرار حکومتی نگه داره. با گذشت سه دهه از کشتن مخفیانه هزاران مخالف در ایران و انداختن اجسادشان در گورهای دست جمعی، مقام ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن خانواده قربانیان ادامه میدن. از افشای حقایق آن امتناع میکنم و آن دسته از اعضای خانواده قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدن رو مورد تهدید، آزار، حمله و بازداشت و پرونده سازی زندانی قرار میدن. ناپدید سازی های قهری صرفاً به اعدام های سالهای 60 خلاصه نمی شود. بسیاری از زندانیان سیاسی بلخص کرد و عرب اعدام و بعدها اجسادشان به خانواده هایشان تحویل داده نشد. از زندانیان کردی که در سالهای اخیر اعدام و اجساد آنها به خانواده تحویل داده نشد می توان به زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد.
یکی از موارد مجازات خانواده زندانیان سیاسی مورد حبس در تبعید این افراد است. در موارد بسیار خانواده محکوم شدن نوعی مجازات را تجربه می‌کنند. مجازاتی برای خانواده زندانی طی مسافت‌های طولانی برای یک دیدار 20 یا 40 دقیقه. بعد مسافت خود عامل دیگری برای آزار و اذیت خانواده محسوب می شود، چرا که طی کردن فاصله 100 کیلومتری میان شهرهای مختلف خیلی دشواره. بسیاری از این خانواده از افراد فقیر جامعه محسوب می شود و نانآور خانواده آنها در زندان است. تعدادی از آنها با کار در زندان سعی می کنند کمک خرجی برای خانواده خود باشند. در این شرایط آنها باید هزینه ای را نیز برای ایاب و ذهاب مسافرت به شهری دیگر برای دیدار با عزیزانشون بپردازن و در این شرایط فشار دوچندانی را از نظر اقتصادی تحمل کنن. طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هر فردی که محکوم به زندانی شد باید محکومیتش رو در نزدیکترین زندان به محل سکونتش بگذارن تا نزدیک خانواده بوده و بتونه با اونها ملاقات داشته باشه. حبس در تبعید هدفی ندارد جز اینکه خانواده زندانی را مجازات کنن. شکنجه و مجازات کودکان زندانیان سیاسی نیز یکی از موارد مجازات خانواده است. فرزندان نرگس محمدی فعال حقوق بشر نیز بارها ابزاری برای شکنجه و مجازات او و خانواده بوده. پس از مهاجرت فرزندان از ایران، تماس نرگس محمدی با فرزندانش به دستور دادستان قطع شد. این مسئله برای او که یکی از فرزندانش بیمار بود بسیار دشوار. نرگس محمدی به دلیل ممنوعیت برای تماس با فرزندانش دست به اتصال و وصل زد. ملاقات نیز ابزاری است برای تحت فشار قرار دادن هرچه بیشتر خانواده زندانیان سیاسی. بارها زندانیان سیاسی به دستور دادستان به صورت جمعی یا فردی از حق ملاقات با خانواده‌هاشون محروم شدند. مثلا پس از بیانیه اعتراضی زندانیان سیاسی زن در مورد مرگ ستار بهشتی، مسئولان زندان ملاقات حضوری با خانواده به ویژه فرزندان خردسال این افراد را دستاویزی برای شکنجه آنها قرار داد و ملاقات ها تا مدت مدید ممنوع اعلام شد. ارتباط با خانواده از جمله حقوق ابتدایی زندانیان است که جمهوری اسلامی از زندانیان سیاسی دریغ می‌کند. به نظر حقوقدانان نقض حقوق زندانیان شکنجه و آزار محسوب میشه و شکنجه هم از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب میشه. به نظر میرسه که با بازگشت ساختار قضایی جمهوری اسلامی به دهه 60 روش های شکنجه هم به همان دهه ها برگشته و گستردگی ویژه به خود گرفته. در دهه های اخیر آزار، تهدید و مجددا رونق دوچندانه. فروردین 96 آتنا دائمی در اعتراض به حکمی که برای دو خواهرش صادر شده بود دست به اعتصاب غذا زد. خانواده آتنا از یک سو به دلیل حکم صادره از سوی دیگر به دلیل اعتصاب غذای آتنا در رنج بودند. نگرانی پدر مادر آتنا دائمی از به خطر افتادن سلامت فرزندان در حبس از یک سو و اضطرابشان به دلیل امکان بازداشت دو دختر دیگرشان وضعیت نامساعدی برای خانواده به وجود آوردند. از جمله پرونده‌ای که تاکنون وضعیت اونها بلا تکلیف و روشن نیست، وضعیت صدها نفر بازداشت شده بعد از هجوم به رژه ارتش در اهواز در سال 97. در این هجوم علارغم کشته شدن مهاجمان، مقامات قضایی و امنیتی ایران بیشتر خانواده‌ها و فعالانی که در سالهای اخیر به مذهب اهل سنت گرایش پیدا کردن را بدون دست داشتن در هجوم 31 شهریور 97 بازداشت کردند. که بین بازداشت شدگان شماری از زنان عرب به دلیل فعالیت همسرانشان دستگیر شدند. 250 نفر از بازداشت شدگان بعد از هجوم به رژه اهواز به زندان شیبان بند 8 منتقل شدند و بیش از 200 نفر به زندان همدان منتقل شدند. بعضی از زندانیان زن عرب در ابتدا در تهران و بعد همدان و سپس به زندان سپیدار اهواز منتقل شدند. بنا به گفته برخی از خانواده با تهدید و شکنجه این زنان اعتراف اجباری از آنها گرفته شد. این زنان در حضور بازپرس شعبه 12 و همچنین شعبه 2 دادگاه انقلاب اعلام کردن که از آنها اعتراف اجباری گرفته شده. این زنان علارغم انکار اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در داعش در زندان سپیدار اهواز در بازداشت به سر می‌برند. چنین اتفاقی در کارنامه نهادهای بازداشت کننده در جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه
و وزارت اطلاعات مسبوق به سابق است. در طول 40 سال گذشته همواره خانواده زندانیان سیاسی با انواع و اقسام شیوه‌های غیرقانونی و اغلب با هدف و اعتراف به جرم فرد بازداشت شده تحت شدیدترین آزار و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند. تقریباً تمامی بازداشت شدگان به نوعی هدف این آزارها بودند و هر یک خاطرات تلخ و غریبی از این برخوردا دارند. یکی از مواردی که همیشه به عنوان ابزار شکنجه خانواده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره، محرومیت افراد از مرخصی به عنوان یک حق لحاظ شده در قانونه. سعید ماسوری یکی از قدیمی‌ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی نمونه این نوع مجازاته. او 22 سال زندان رو بدون حتی یک روز مرخصی سپری کرد. آرش نصری زندانی کرد حاضر در زندان رجای شهر برای فوت دخترش نتونست از حق مرخصی استفاده کنه. ما از مسئولان خواسته بود با مرخصی او موافقت کنن و یا با شرایط تحت و حفظ او رو به مراسم ختم فرزندش منتقل کنن که با هر دو خواسته او مخالفت شد. با مرخصی و حتی انتقال تحت و حفظ زندانیان سیاسی لقمان مرادی نیز که خواهرش به علت سرطان فوت کرد مخالفت شد. تحت فشار قرار دادن خانواده زندانیان گاهی به شیوه‌های غیرمعمول‌تر از اون چه برای عموم رخ میده اتفاق میفته. شهرام رفیعی در این باره میگه یکی از بدترین آزارهایی که در دوران بازداشت من به خانواده‌ام رسانده شد بعد شدن حقوق من بود. من گمان میکردم تا 2-3 ماه حقوق من به خانواده پرداخت خواهد شد. من حقوق روزنامه نگاری میگرفتم و اگرچه زیاد نبود اما باعث میشد خیالم راحت باشه که خانواده هم حداقل از نظر مالی مشکلی نداره. اما بعد از آزادی متوجه شدم سعید مرتضوی با روزنامه اعتماد تماس گرفته و تهدید کرده هیچ مبلغی به خانواده من پرداخت نشود و آنها هم به ناچار پذیرفتند. نهادهای امنیتی که خود را اسلامی مینامند مدعی هستند که حفظ خانواده ها جز ارزش ها و اصول نظام است. تلاش دارند خانواده فعالان سیاسی را متلاشی کنند. در دهه‌های اخیر نیروهای امنیتی بالاخص سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر شکنجه های مرسوم تلاش ویژه برای متلاشی کردن زندگی خانواده زندانیان سیاسی نمود و این تلاش به قصد انهدام کامل یا تیر خلاصی است که بر روح و روان یک زندانی وارد می شود. اونا با تهدید و فشار و یا اجرای شیوه‌های کثیف تلاش می کنند بین زوجها اختلاف ایجاد کنند و آنها را نسبت به یکدیگر بدگمان کنند. نقطه اشتراک بازجویی ها تمایل بازجو به زندگی خصوصی فعالینه. چرا ازدواج کرده؟ در چت ها و پیام های خصوصی چه به دیگران گفتن؟ یا چه چیزی برای دیگران نوشتن؟ موضوع اما تنها کنجکاوی بازجو نیست. خیلی زود بازجو چارچوب های سناریوی مورد علاقهش رو کنار هم میچینه و از اون داستانی با درومایه جنسی در میآورد. روابط خصوصی فعالان در اتاق بازجویی به ابزار فشاری برای اونها تبدیل می شود. مثلا اینکه اون فعال پیش از ازدواج عاشق یکی از دوستانش بوده و سعی می کرده اون فرد رو به روابط خارج از ازدواج متهم کنه. عکس‌های شخصی افراد ابزار فشاری است در دست بازجو برای فشار بیشتر به افراد. در موارد زیادی از اونها خواسته می شود به دروغ سناریوی کثیف دستگاه امنیتی مبنی بر فساد اخلاقی تن در دهن و مثلا به روابط نامشروع با فلان فرد اعتراف کنند. زندانیانی در سالهای اخیر بودند که دستگاه امنیتی با همین کار آنها را مجبور به اعتراف تلویزیونی کرده بودند و سپس با دادن همون اطلاعات غلط به همسران آنها باعث جدایی زوجها شدند. افشای این و شکنجه ها پرده دیگری هم برمی‌داره از روی آنچه پشت دیوارهای زندان می‌گذره. تصویری از تباهی اخلاق سیستم و افرادی که تحت عنوان نظام اسلامی به دستگاه امنیتی خدمت میکنن و مرزهای فساد اخلاقی رو در می‌نوردن. سندی آشکار از فاصله گرفتن از حداقل‌های انسانیت کسانی است که مدعی بودن آمدن تا مردم را به مقام انسانیت برسونن. چنین روایت‌های سندی غیر قابل انکار در آشکارسازی ماهیت حاکمیتی است که مدعی کرامت انسانی و تکیه بر اخلاق و پرهیزگاران است. حاکمیتی که میخواهد با اعمال سنگین ترین فشارهای جسمی و روحی منتقدین را به فروپاشی روانی بکشاند. اگر بخواهیم دلیل اصلی این حجم از سرکوب زندانیان و شکنجه و اعدام و حتی آزار خانواده این عزیزان را درک کنیم، باید به جمله از رهبر جمهوری اسلامی رجوع کنیم: حفظ نظام از واجب واجبات است.
امام خمینی برای حفظ و بقای حکومت دینی با اوجب واجبات قلمداد کردن حفظ حکومت این مسئله را به ستون اصلی دین حکومتی تبدیل کرد. او به صراحت تأکید کرد که برای حفظ حکومت روحانیت به رهبری ولایت فقیه حتی می شود توحید را تعطیل کرد. این التزام باطنی یا ظاهری شیفتگان قدرت به این اصل ایدولوژیک نظام حاکمان را به انسانهای عاری از اخلاق تبدیل کرد. وقتی حفظ نظام بالاتر از همه اصول دین قرار میگیره، دیگه برای سرکوب مخالفت نه دروغ عیبی داره، نه شکنجه و دادگاه‌های سوری و اعدام بیگناهان مشمول گناه میشه. التزام به فتوا حفظ نظام اوجب واجبات است. موتور محرک خشونت و همه کشتارها از آغاز تا به امروز جمهوری اسلامی بوده. پس از مرگ خامنه‌ای نیز با پیروی از این اصل ایدئولوژیک هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی را به یک جریان خطرناک تبدیل کرده بود، راه رو او را ادامه داد و همه ابزارهای سرکوب و جمله شکنجه و زندان و اعدام بیگناهان را به مسئله‌های مصلحت نظام و امور معمولی تبدیل کرد. ممنون از همه دوستان که به سخنرانی من گوش دادم و امیدوارم که در سال جدید همه دوستان و همکاران سال خیلی خوبی برای پیش رو داشته باشم. ممنون از شما. ممنون جناب آقای عربی. واقعا ما وقتی که در کمیته‌های مختلف هر روز اخبارها رو به روزرسانی می‌کنیم، بیشتر اخبارها رو مربوط به احضار، مربوط به اعدام، بازداشت یا هر چیز دیگری قرار میدیم، ولی واقعا سخنرانی شما امروز ما رو یکم بیشتر تکون داد. ما اینقدر که فکر این بودیم که خب چه نقصهای حقوق بشر در قبال مردم به وجود میاد که این افراد به زندان میافتن یا بازداشت میشن یا اعدام میشن، اونقدر برامون اون اشخاص مهم بود که اصلا یادمون به این مسئله نبود که واقعا خانواده های این زندانیان، خانواده های این اعدامی ها در چه وضعی زندگی میکنن و واقعا چه نقض حقوق بشر در قبال این افراد صورت میگیره. ممنونم از شما و اینکه آقای صادق فراخی در خدمتتون هستیم. بفرمایید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. مرسی. ممنون از شما خانم مباشری و همچنین جناب آقای عربی عزیز بابت سخنرانیشون. همونطور که در جریان هستید، گزارشگر حقوق بشر هم اعلام کرد چیزی حدود سال 2021 چیزی حدود 280 نفر اعدام شدن توی ایران که یه آمار خیلی تأسف باریه. و اگر ما این گروه هکری عدالت علی نبود، واقعا ما از زندانیان توی ایران شاید هیچ خبری کسی نداشت و این صدای زندانیا کمتر به گوش مردم میرسید. واقعا این میشه گفت اتفاقی بود که این گروه تونست واقعیت های توی زندان ها رو بتونه برای عموم حداقل آشکار کنه. و اینکه همونطور که میدونید توی ایران گرفتن حق و حقوق و آزاد بودن 10 شرط داره که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران 7 شرطش اعدامه، 3 شرطش هم حبس ابده. چیزی که توی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده اینه، یعنی شما اگه حقتونه به خود و آزادی به خود به خود به آزادی برسید، باید بالاخره از این شرط ها رو باید انتخاب کنید. یعنی چیزیه که اونا میگن با اینا در قبال آزادی قرار داره، یا اعدام یا حبس ابد. ممنونم خانم مباشر که این وقت رو در اختیار من قرار داد. ممنون از شما. جناب آقای منفرد، شما رو هم میشنویم و ممنون. سلام مجدد خدمت شما، سپاس از دوست عزیزم که آقای عربی عزیز که به تمام جوانب امر بازداشت افراد و زندانی شدنشون بلخص بحث این که خانواده ها بیشتر میزان حجم فشار رو تحمل میکنن پرداخت. من فقط یه موضوع خدمت دوستان بگم که تناقض و یه تناقض خیلی بزرگ و فاحش در جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم اینه که جمهوری اسلامی سنگ بنا و شالده اصلی خودش رو قرآن معرفی میکنه، در صورتی که در آیه 256 سوره بقره قرآن میاد بیان میداره لا اکراه فی الدین،
هیچ اکراه و اجباری در دین و پذیرش دین وجود نداره. ولی وقتی میام به آمار زندان ها نگاه میکنیم، میام میبینیم که جمهوری اسلامی حتی به این اصل اساسی و اولیه و بدیه خودش هم پایبند نیست. بیشتر میزان زندانیان ما زندانیان سیاسی و مذهبی هستن، کسانی که خواهان حرف زور نیستن و دنبال اون چیزی هستن که باب دل خودشون هست، اون چیزی که در یافتن راه‌های سعادت، حال به صورت مسیحیت، به صورت دیگر ادیان بخوان دنبالش باشن یا اینکه بخوان از آزادی بیان برخوردار باشن دنبالش هستن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی خواهان همین حق اصلی هم نیست. سپاس از شما. ممنون جناب آقای منفرد، بسیار عالی صحبت فرمودید. من که اگر دوستان دیگری نقطه نظری، صحبتی در رابطه با حقوق زندانی در ایران که آقای عربی ایراد فرمودند صحبتی دارن، ما در خدمتشون هستیم. در غیر این صورت به سخنران بعدی میرسیم که خانم لیلا ابوطالبی هستند و با موضوع کودک همسری. ممنونم خانم ابوطالبی، مایک در اختیار شماست. ازدواج کودکان و به اصطلاح کودک همسری نوعی نقض حقوق بشره که دختران رو تو جامعه تحت تاثیر قرار میده. تا به امروزه بیش از 720 میلیون دختر در سراسر جهان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کردن. صرف نظر از اون که در کجا زندگی میکنن، دختر رو تو زندگی و آینده روشنش محروم میکنه و چرخه ظلم و آسیب رو تو جامعه تقویت میکنه. ازدواج قبل از سن 18 سالگی نقض اساسی حقوق بشره، اما همچنان در بسیاری از جوامع تو سرتاسر جهان شایع. عوامل بسیاری در ازدواج افراد زیر 18 سال میتونه دخیل باشه، از جمله اونا میتونیم به فقر، قوانین عرفی یا شرعی اون منطقه، این طرز تفکری که ازدواج باعث حفاظت از دختر یا پسر و همچنین حفظ شرافت خانواده میشه اشاره بکنیم. گرچه کودک همسری در دختران بسیار شایع‌تر تا پسران، اما برای هر دو جنس نقض حقوق بشر به حساب میاد. کودک همسری اغلب منجر به عدم رشد اجتماعی دختران میشه و همچنین موجب بارداری در سنین کم، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل و از دست دادن فرصت‌های شغلی برای اونها میشه. اگرچه تأثیر کودک همسری بر روی پسران به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرار نگرفته، اما ازدواج تو سن کم میتونه پسران رو در موقعیت بزرگسالی و به دوش کشیدن مسئولیتی که برای اونا آماده نیستن براشون قرار بده. همچنین از دیگر عوارض کودک همسری تو پسران رو میتونیم به فشارهای اقتصادی، محدود شدن فرصت‌های تحصیلی و شغلی اشاره کنیم. همونطور که گفته شد ازدواج کودکان دلایل مختلفی داره که از جمله اونا میتونیم به فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی صحبت کنیم. اولیش فقر هستش. در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی برخی خانواده ها به فکر ازدواج دخترانشون میفتن تا از بار اقتصادشون کم بشه. در اینجا کودکانشون به عنوان کالایی برای رفع احتیاج خانواده های فقیر مورد معامله قرار میگیرن. بسیار از خانواده ها به دلیل تسویه بدهی، کسب پول و فرار از چرخه فقر کودکان خودشون رو میفروشن. با این حال کودک همسری باعث افزایش فقر جامعه میشه، چرا که ازدواج تو سن کم باعث میشه که افراد به درستی در جامعه آموزشی نبینن و در نتیجه افراد مفیدی هم نباشن. دومیش محافظته. در بسیار از فرهنگ ها کودک همسری برای دفاع و حفاظت از شرافت خانواده ها انجام میشه. تحمیل شرافت خانواده ها به فردیت دختر یا پسر در حقیقت سلب عزت و شرافت فرد و در نتیجه تضعیف شرافت خانواده هاست. بعدی تبعیض جنسیتی هستش. با توجه به بیشتر بودن کودک همسری تو بین دختران میتونیم بگیم که این کار برگرفته شده از بی‌ارزشی دختران تو جامعه ما و تبعیض جنسیتیش. تعریف تبعیض با توجه به توصیفی که یونیسف در رابطه با ازدواج کودکان و قانون ارائه کرده عبارت است از
خشونت خانگی، تجاوز زناشویی، محرومیت از غذا، عدم دسترسی به اطلاعات و آموزش، مراکز بهداشتی و منع سرزندگی و شادی فرد. بعدی جرم نبودن کودک همسری تو بسیار از کشورها هستش. ما در بسیار از کشورها مثل پاکستان قوانینی اومدن علیه کودک همسری وضع کردن، اما این قوانین اجرا نشده و حتی توی افغانستان هم قانونی برای منع کودک همسری وجود نداره. بعدی در مورد قاچاق هستش. خانواده های فقیر وسوسه میشن دختران خودشونو نه فقط به خاطر ازدواج بلکه به حشاب بفروشن، زیرا این معامله مبالغ زیادی رو برای تغییر زندگیشون در اختیار اونا میذاره. حقوق فردی که با کودک همسری نفع میشه. کنوانسیون حقوق کودک برای تضمین برخ حقوق فردی که توسط ازدواج زودرس نقض میشه طراحی شده. حقوقی که به دلیل ازدواج زودهنگام تضعیف یا از بین میره، میتونیم چند نمونهشو مثال بزنیم. حق تحصیل، حق محافظت در برابر خشونت‌های جسمی و روحی شون، آسیب یا سوء استفاده از جمله سوء استفاده های جنسی، تجاوز جنسی و استمسار جنسی، حق برخورداری از بالاترین سطح استاندارد بهداشتی شون، حق تصمیم گیری های کودک در صورت تمایل به جدا شدن یا نشدن اون از خانواده ها، حق محافظت از کودک در برابر انواع استمسارها که برای هر جنبه از رفاه کودک تاثیرگذار هستش، حق کار و داشتن شغل. آسیب های اجتماعی خانواده رو میتونیم چند نمونه نام ببریم که اولیش محرومیت از تحصیلشون هست. میزان تحصیلات زن متغیری بسیار مهمه برای ازدواج زودرس. تو کشورهایی که دختران تحصیلات بیشتری رو دارن، ازدواج زودرس خب کمتره. ضمن این که به طور کلی ازدواج زودرس در جوامع روستایی بیشتر از شهری هستش. دومیش اعتیاد. در مناطق و محلات معضل‌خیز کشور جمعیت امام علی شاهد اون بوده که بسیار از دختران کمسال به دلیل تأمین هزینه های ناشی از اعتیاد خانواده ها مجبور ازدواج شدن. بعدش میتونه مهاجرت باشه. مهاجرت معمولا به دلایل متفاوتی مثل جنگ، فقر، تمایل به شهرنشینی و بیکاری اتفاق براشون میفته که در بسیار از موارد به دلایل فقر، شدید اقتصادی و آسیب‌های ناشی از حاشیه‌نشینی پدیده ازدواج کودکان در میان مهاجران مشاهده شده. کودک همسری عواقب دیگری هم به همراه داره، مثل ثبت نشدن ازدواج‌هاشون، نداشتن اوراق هویت به علت کم سن و سال بودنشون. کودک ظهور پدیده کودکی که بیوه میشه، خشونت خانوادگی براش اتفاق میفته، همسر آزاری، رشد بی‌رویه، جمعیت پنهان در مناطق حاشیه، تنفروشی، فرار از خانه، پاسخ‌خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی زیادشون با همسرای خودشون، خودسوزی، خودکشی کودکان یا نوجوانان، محدودیت حمایت اجتماعی قانونی با تولید چرخه اعتیاد، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، با تولید چرخه فقر، با تولید چرخه کار، با تولید چرخه ازدواج کودک. این نکته تصادفی نیست که تو کشورهای دارای آمار بالای ازدواج زودرس میزان بالای نرخ تولید و مرگ، فقر، پایین بودن سطح توسعه، کم بودن اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی وجود داشته باشه. کشورهایی که در شرق آسیا مثل تایوان، کره جنوبی، تایلند تونستن با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاهش نرخ تولد و مرگ، افزایش موقعیت آموزشی و گزینه‌های شغلی و استخدامی برای دختران با موفقیت سنت مضر ازدواج کودک را ریشه‌کن بکنن. دخترانی که قبل از 18 سالگی ازدواج می‌کنن 50% بیشتر تو طول زندگی خودشون با خشونت‌های جسمی یا جنسی از طرف شریک زندگی خودشون مواجه میشن. از اونجایی که اکثر دختران جوان و زیر 18 سال میان با مردان مسن و پیر ازدواج میکنن، به وجود آمدن عدم تفاهم به دلیل فاصله سنیشون میتونه خشونت‌های خانگی رو بیشتر کنه. علاوه بر خشونت جسمی علیه زنان و دخترانشون، این امر میتونه به سلامت روان و دختران ضربات غیر قابل جبرانی رو وارد کنه. به دلیل عدم تعادل قدرت در کودک همسری، بسیار از دختران قادر به مذاکره یا بحث در مورد پیشگیری از بارداری با همسر خودشون نیستن. در نتیجه بارداری توی سن کم و مکرر اتفاق میفته.
علاوه بر این ممکنه میزان بالاترین خشونت تو خانواده ها، خطرات مرتبط به بارداری زودرس و عدم دسترسی به مراقبت های پزشکی منجر به مرگ کودک و زن بشه. در جهان عوارض ناشی از بارداری و زایمان مهمترین علت مرگ توی دختران 15 تا 19 ساله. آمار نشون میده که هر ساله دختران زیادی در اثر بارداری و زایمان توی سن کم میمیرن. جسم کودکان و نوجوانان در اثر ازدواج زودرس بسیار آسیب پذیر میشه. بین سن مادر و مرگ او رو در بارداری رابطه قوی وجود داره. البته میتونیم ذکر کنیم که این میزان مرگ بالا فقط وابسته به سن نیست، بلکه علاوه بر عدم تکامل فیزیکی، موقعیت اقتصادی اجتماعی پایین که مانع دسترسی اونها به مراقبت‌های مامایی و بارداری میشه نیز در این مسئله نقش مهمی رو داره. نوزادانی که از مادران نوجوان بین 15 تا 19 سال متولد میشن به طور قابل توجهی بیشتر در معرض مرگ و میر قرار میگیرن. توی سنین کم بدن دختر به اندازه کافی برای زایمان رشد نکرده. فرزند آوری زودهنگام همچنین میتونه منجر به افزایش خطر سقط جنین، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانیشون بشه و فشار زیادی رو برای باردار شدن و حاملگی زودرس، HIV و سایر بیماری‌های مقاربتی افزایش آسیب پذیری در برابر انزوای اجتماعی، بلوغ زودرس، سوء تغذیه، دارای شاخص توده بدنی کم، قد کوتاه و لگن باریک، زایمان طولانی، خونریزی شدید، تب به دلیل عفونت واژینال و تشنج، افزایش میزان پرده اکمولیسی و آنومی پارگی اندام‌های داخلی جنسی دختران و عدم آگاهی اونا از مسائل بهداشتی و جنسی و بهداشت باروری و تنظیم خانواده هاشون بشه. غیر از پیامدهای جسمی و جنسی که پیامدهای روانی ازدواج کودکان براشون وجود داره، عبور از دوران کودکی میرسه به بزرگسالی. به طور طبیعی با یه فشارهای زیادی اجتماعی نسبتا شدیدی روبرو میشن. لذا هر گونه استرس اضافی مثل اون چه در ازدواج زودهنگام و خشونت جنسی براشون ایجاد میشه، فشارهای روانی و اجتماعی هم افزایش پیدا میکنه و ایفای نقش همسری برای یک نوجوان او رو در معرض آسیب‌های روانی قرار میده و بر ارتباطاتش اثر میذاره. لذا ازدواج زودهنگام سلامت و روان رو تهدید میکنه و افسردگی رو افزایش میده. چون اختلافات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده ها و دوستان و از دست دادن حمایت اونها رو، از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، تضعیف فرصت های رشد و توسعه و تکامل، طی کردن ناقص مراحل رشد روانی اجتماعی از موارد دیگری که میتونیم براش نام ببریم. ازدواج کودکان در ایران مجموعی از همه اینها هستش و در کل به معنای نقض آشکار حقوق کودکانه که حکومت ایران رعایت اون رو بر اساس معاهدات بین‌المللی امضا کرده. قانون مدنی ایران اما در کنار عرف و سنت‌های فرهنگیش دست به دست مشکلات اقتصادی و فقر گسترده داده و این پدیده رو به عنوان یک بحران قابل توجه توی مسائل اجتماعی ایران تبدیل کرده. بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از ازدواج کودکان ارائه کرد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که توی اون یکی از طرفین یا هر دو زیر سن 18 سال باشن ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت‌های بسیاری برای کودکان شده و به دلیل عملی ناپسند محسوب میشه. البته در بسیار از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان 18 سال تمام است غیر قانونی هستش و جرم حساب میشه. در ایران اما این مسئله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مونده. آمارهای سازمان ثبت احوال ایران نشون داده که توی سال 1383 تا سال 1393 نزدیک به 420 هزار دختر زیر 15 سال توی ایران ازدواج کردند. همچنین بر اساس این آماری که یونیسف در اواخر سال 2016 میلادی منتشر کرد، 17% از دختران ایرانی
زیر سن 18 سال و 3% نیز زیر سن 15 سال ازدواج کردند. فقر اقتصادی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی و اعتیاد والدین به مواد مخدر از جمله مهمترین دلایلی که منجر به ازدواجشون شده توی سن 18 زیر سن 18 سال. عواقب ازدواج توی کودکی هم از احتمال طلاق، بیماری‌های جنسی، بارداری‌های ناخواسته شروع شده و تا محرومیت از ادامه تحصیل، مرگ به علت بارداری و عوارض روحی‌روانی ادامه داشته. برای تغییر سنت ازدواج کودکان که از مناطق دورافتاده تا شهرهای بزرگ اتفاق می‌افته، علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به حمایت قانون هستش. اما قانون ایران دست سنت را برای استمرار این روند باز گذاشته و تلاشی‌هایی را که از سوی جامعه زنان و حقوقدانان برای تغییر این رویه صورت گرفته دچار اختلال کرده. به همین دلیله که بخش‌های سنتی و قشر جامعه مانند روحانیون با فشار تبلیغاتی جلوی تغییر قانون ازدواج در ایران رو می‌گیرند و تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس ایران که از یک سال قبل در تلاش برای تغییر سن قانونی ازدواج بودند تاکنون عقیم مانده است. ممنون هستم که به سخنرانی بنده گوش کردید. با تشکر از همه دوستان، مایک رو آزاد. ممنون سرکار خانم ابوطالبی، مطالب بسیار مفیدی در رابطه با کودک همسری عنوان کردید. متاسفانه در مملکت ما تا زمانی که سنت هست و تا زمانی که دین اسلام بر قانون اساسی حکم فرما هست، مملکت ما همین هست. اما در قبال صحبتی که فرمودید، من دو تا نکته هم یادداشت کردم و خدمتتون عرض میکنم که همونطور که گفتید کودک همسری در ایران بیشتر به خاطر فقر هست و الان میبینیم که در به تازگی باعث فروش نوزادهایی که تازه به دنیا آمده میشه یا اینکه جنین ها رو میفروشن، یعنی جنینی که در شکم مادر هست هنوز به دنیا نیومده اینو میفروشن تا بتونن که درآمدی کسب کنن. و همچنین یک موضوع خیلی جالبی هست که قانون اساسی، ما درسته که یک قانون اساسی داریم، حالا موازین اسلامی هم درش دخیل هست، اما در بعضی مواقع هم این قوانین رو میان و با پرداخت یک جریمه اون قانون رو عوضش میکنن. یعنی کلن مملکت ما خیلی عالی هست در قبال این موضوع. ممنون از دوستان. اگر که نقطه نظری دارید در مورد کودک همسری و سخنرانی خانم ابوطالبی، در خدمتتون هستیم. بسیار عالی. خب میرسیم به سخنران بعدیمون، خانم معصومه بهمنی راد با سخنرانی جدایی دین از دولت. خانم بهمنی راد، ممنون میشم که دستتون رو بلند کنید تا مایک رو برای شما آزاد کنید. در خدمتتون هستیم، میشنویم شما رو. درود دوستان، در این لحظات پایانی سال آرزوی بهترین ها رو برای سال جدید دارم براتون و یکی از اون آرزوها که فکر کنم آرزوی جمله انسان های روی زمین و کره زمین هست، برطرف شدن جنگ و اومدن صلح کامله. سخنرانیمو شروع میکنم با این شک 40 سال پیش آیت الله خمینی وعده حکومتی رو داد که قرار بود در آن اخلاق و معنویت حرف اول رو بزنه و اصول اسلامی راه پیشرفت و عدالت در جامعه رو بکشاید. در کتاب ولایت فقیه بارها سخن از همتنیدگی سیاست و اخلاق به میان میاد و حکومت دینی وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام قلمداد میشه. هموست که با پیش کشیدن اصل تعهد مکتبی و قرار دادن آن در برابر تخصص معیار دینداری را به شرط اصلی گزینش مسئولان در حکومت اسلامی تبدیل کرد. پیش از او نیز روشنفکران و اندیشمندان مسلمانی بودند که راه نجات ایران را در کنار گذاشتن الگوی سکولار یا همون غربی از اداره کشور و اخلاقی کردن حکومت از طریق دخالت دین و رهبران دینی در سیاست و پیروی از اصول اسلام می دونستم. بدین شکل بود که در طول دهها آرمانی شهر بر پایه بهشتی که قرار بود با اصول اسلامی و الهی شکل گیره در ایران باستولید شد.
همین باور به نقش نجات بخش دین در دستیابی به عدالت، توسعه و رفاه رو میتوان در برخی دیگر از کشورهای مسلمانشین هم مشاهده کرد. در فرهنگ توده‌های مردم این باور اسطورگونه وجود داشت و دارد که گویا اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانیه و برای همه امور جامعه راه حل داره و دستورات الهی و قرآن باید راهنمای سیاست و حکومتی قرار بگیره. اسلام سیاسی و جنبش‌های اسلامگرایی منطقه بر بستر این زمینه فرهنگی و باور توده‌ای توانستند به نیروی بزرگ سیاسی تبدیل بشن. با وجود وعده‌های اولیه مسئولان حکومت اسلامی در ایران، کمتر کسی شاید در دنیا از حکومت دینی توقع معجزه اقتصادی و شکل دادن به یک جامعه با سطح بالای رفاه را داشت. این انتظار اما برای بسیاری وجود داشت که دخالت دین و روحانیت در دولت دست کم به شکل جدید از سیاست ورزی، کاهش فساد و اخلاقی تر شدن جامعه یاری رساند. بدین گونه بود که ایران به اولین آزمایشگاه سیاسی پروژه حکومت اسلامی تبدیل شد. نهاد دین و روحانیت با در دست گرفتن کامل قدرت در کشوری با ثروت‌های بزرگ طبیعی این فرصت تاریخی را داشتند تا عیار واقعی ادعاهای تاریخی خود را محک زنند و نشان دهند دولت دینی از نوع اسلامیش می‌تواند برای جامعه پرهیزکاری سیاسی، سیاست همراه با اخلاق، عدالت و نیز حکمرانی خوب و رهبران پاک دست و درستکار به ارمغان آورد. اکنون 40 سال است که در ایران از اسلامی کردن سر تا پای جامعه، قوه قضایی، فرهنگ و مدرسه، دانشگاه و علوم انسانی، سیاست خارجی، بانک و اقتصاد، دولت و مجلس سخن به میان میاد. 40 ساله برای به انجام رسوندن پروژه سیاسی که در پی برپایی ام القرای اسلامی بود زمان کمی نیست. نگاهی میندازیم به قوه قضاییه. کارنامه سی آیت الله در قوه قضاییه. اگر اسلامی کردن رو مخرج مشترک همه سیاست‌های حکومتی و دینداری را شرط اول گزینش مسئولان بدانیم، رابطه امروزی جامعه و مسئولان آن با دین، اخلاق و پرهیزکاری اجتماعی و پاددستی شاخص خوبی برای سنجش عملکرد حکومت دینی در مقایسه با نظام‌های دیگر سیاسی به ویژه حکومت‌های سکولار و دموکراتیک است. اگه برای مثال به سراغ دستگاه قضایی بریم، میتونیم این پرسش رو به میان بیاریم که اسلامی کردن این دستگاه به کارگیری روحانیت و جاری کردن قوانین الهی چه کمکی به کاهش فساد در جامعه، اجرای دقیق قانون یا گسترش عدالت قضایی یا اقتصادی کرده است؟ در 3 دهه گذشته 3 مقام بلندپایه مذهبی نظام قضایی که اسلامی شده هم هست ایران رو اداره کردن. اگر به سیر سعودی پدیده اختلاس و دزدی‌های کلان در جامعه و در خود دستگاه قضایی نگاهی بیفکنیم، شاید بتوان گفت نتیجه کار سعایت الله چیزی نیست جز تبدیل شدن این قوه به هیولای اصلی فساد، رشوه‌خواری و بی‌عدالتی. امروز رشوه و چپ کردن علنی سبیل قضات و اطرافیان آنها و دخالت صاحبان آشکار و پنهان قدرت حرف اول رو در پرونده های کوچک و بزرگ مالی می زنن. همزمان کمتر دستگاهی در ایران تا این اندازه به قوانین رسمی کشور بی‌اعتنا بوده است. به گونه ای که امروز سخن گفتن از عدالت، حقوق شهروندی و رعایت قانون در دادگاه ها همه معنای خود را از دست داده است. نگه داشتن غیرقانونی افراد در زندان بدون محاکمه و وکیل، شکنجه و آزار زندانیان، اعترافگیری با زور و شکنجه، بی‌اعتنایی به حقوق قربانیان، محدودیت برای وکلا یا دستگیری و محاکمه آنها، دادگاه‌های غیر شفاف در عمل قوه قضاییه را به بازیچه نهادهای قدرت و بازوی سرکوب نیروهای امنیتی تبدیل کرده است. جالب اینه که با وجود کارنامه بسیار منفی هر سه رئیس روحانی قوه قضاییه پس از پایان دوره ریاست، از سوی رهبری به نهادهای انتصابی مهم دیگر منتقل شدن و 2 تن از این 3 نفر در شمار نامزدهای مقام ولی فقیه آینده هم قرار داشتن. همزمان نام هر سایت الله، همکاران یا نزدیکان و خویشاوندان آنها در پرونده های دزدی ها و اختلاس های کلان مالی هم مطرح است.
حکومت دینی با ادعای اجرا کردن دستورات الهی نه تنها نتوانسته مانع از گسترش فساد و سقوط اخلاقی در جامعه شود، که خود روحانیت و دیندارانی که گاه جای مهر روی پوشانی دارند و نماز و روزه‌شون ترک نمی شود به مهرهای اصلی فساد تبدیل شدند. فساد نظاممند بدون مشارکت گسترده مسئولین مکتبی امامان جمعه، قضات روحانی و غیر روحانی قوه قضاییه، شورای نگهبان، بیت رهبری، نمایندگان مجلس، دستگاه دولتی و سرداران و نظامیان و آقازاده ها نمیتونست شکل بگیره. و اما دینداری و معنویت تهی از معنا. تناقض بزرگ در جامعه ایران شکاف آشکار میان و حضور گسترده دین و نشانه های اون در همه عرصه‌های زندگی جامعه و همزمان گسترش بی اخلاقی، فساد و دروغ است. روحانیت شب و روز در حال موعظه کردن مردم است. مناسک و آیین‌های دینی مثل نماز و روزه و ده‌ها مراسم عزاداری، مناجات و دعاخونی شاید بیش از هر زمان، بیش از هر کشوری در جامعه ایران به چشم می‌خورد. صف زائران مکان‌های مقدس مذهبی مثل مشهد، کربلا، نجف و مکه هر روز طولانی تر می شود. رسانه های سراسری پر است از حرفا و مسائل دینی، امر به معروف، نهی از منکر. همه زنان ناچارن به نام دین و حجاب اجباری رو رعایت کنند و تلاش می شود تفکیک های فضاهای مردانه و زنانه همان گونه که در سنت دینی مرسوم بوده صورت گیرد. بخشی از روحانیت با سماجت و حساسیت بی‌نظیری در پی جلوگیری از گناهان کبیره مانند رابطه دختر و پسر، جشن و شادی و سبک لباس پوشیدن جوانان، آب بازی در پارک ها، دو چرخه، موتور سواری زنان یا رفتن اونها به مسابقات ورزشی است. در ایران امروز به برکت حکومت اسلامی مناسک و اصول دینی حضور حد اکثری در همه عرصه های زندگی جامعه داره. اما به گونه ای پارادوکسال همه این سیاست ها، اجبار ها و ممنوعیت ها اعمال و مراسم رنگارنگ دینی و حضور دین حداکثری نه تنها مانع از دزدی، اختلاس و فساد نمی شود که بر حجم و میزان آن هم افزوده می شود. این بدان معناست که دولت حکومتی یا همون دین حکومتی همان کارکرد سنتی دین در حوزه اخلاق و معنویت را هم به بیراهه کشانده و زمینه را برای فساد بیشتر خود دین فراهم کرده است. معنویت دین جای خود را به مناسک و آیین‌های دینی تهی از معنا داده است و کارکرد اخلاقی و معنوی دین به مناسک ظاهری دینی فروکاسته شده است. گویی دین برای بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای ریاکاری و همنوایی با معنویت دولتی. تجربه جهانی در نظام‌های سکولار و دموکراتیک نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت مدنی و نهادهای ضد قدرت، برخورد با رانت‌خواری، رسانه‌های آزاد، دستگاه قضایی مستقل پاکدست و احترام به قانون، سازوکارهای اصلی مبارزه با پدیده‌ای چون فساد هستند. برخی پژوهش‌ها و گزارش‌های رسمی پیرامون فساد در ایران در نقد ناکارایی روش‌های برخورد با فساد در ایران و بگیروبندهای دستگاه قضایی در مقایسه با سایر کشورها به همین نکات مهم و موضوع حکمرانی خوب، شفافیت، نقش جامعه مدنی و حکومت قانون می‌پردازند. پیشوایان اخلاقی دینی به دنبال چه چیزی هستند؟ زمانی سید حسن مدرس، سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی، به عنوان مخالف در درون یک حکومت غیر دینی گفته بود که دیانت ما این سیاست ماست، سیاست ما این دیانت ماست. اسلام سیاسی در ایران خود را وارث چنین سنتی می دانست و ادعای جمهوری اسلامی و اولین رهبری آن هم آشتی دادن سیاست و اخلاق بود. دو مقوله‌ای که با یکدیگر بسیار متفاوتند و به آسونی نمیتونن با یکدیگر جمع شوند. سیاست در ایران اما نه تنها به واسطه حضور دیانت و دین در حکومت اخلاقی نشد، که در حوزه دین نیز مشاهده گسترش پدیده اخلاق صدایی و معنویت بدون معنا هستیم. دین آلوده به سیاست و
سیاست آلوده به دین برخلاف انتظار و ادعای اولیه کمکی به پالایش اخلاقی جامعه نکردند. بخش بزرگی از روحانیت، فقها و مراجع تقلید که میبایست پیشوایان اخلاقی جامعه باشند، خود به برکت حکومت اسلامی و رانتخاری به کارهای پرسود اقتصادی روی آوردند و با دفاع از سیاستهای دولت دینی در بی اخلاقیهای موجود مشارکت می کنند. دولت دینی در بوته نقد. آنچه در ایران امروز می گذرد چیزی نیست جز نمایش عریان و بی پرده تراژدی تلخ دخالت نهاد دین و روحانیت در دولت. این سخن را فقط منتقدان سکولار دولت دینی به میان نمی کشند. بسیاری از اندیشمندان مسلمان و بخش‌هایی از روحانیتی که به نقد دولت دینی روی آورده‌اند به همین جنبندی مهم رسیدند. این گرایش در دو دهه گذشته به ویژه پس از گسترش بی‌سابقه آسیب‌های اجتماعی و فساد، شکست پروژه‌های اصلاح طلبانه در حکومتی و نیز ناکام ماندن جنبش سبز رو به فزونی گذاشته است. نگاهی به نوشته‌های آنها نشان می‌دهد که شماری سال‌هاست به این نکته اساسی پی بردند که دخالت دین در حکومت هم جامعه را به تباهی می‌کشاند و هم دین مردم را. اینک این سال پیش میاد، نقش اصلاح‌گرایان در مسیر دولت دینی چه بود؟ و چه مشترک اصولگرایان با یا همون اصلاح طلبانی که دولت دینی میخواهند در شکل با اصلاح طلبانی که دولت دینی میخواهند در شکل دولت ایدئولوژیک ارزشی است؟ حکومت به عنوان نهادی که گویا از نگاه آنها باید شهروند خوب و با فضیلت بسازد، اینکه این فضیلت ها اسلامی خوب یا بد یا از همه بدتر باشند، تغییری در گوهر و ماهیت آزادی ستیزی حکومت دینی نخواهد داد. تفاوت نمی کند که حکومت در شکل ولایت مطلقه یا مشروط فقیه یا نوع دیگری از حکومت اسلامی باشد. همین که حکومت یک ارزش ویژه را بر حق مقدم کرد و شهروند را بر اساس فضیلت‌هایش به خوب و بد و بدتر تقسیم کرد و خوبها را مقدم داشت و بدها را از حقوق محروم نمود یا مورد تبعیض قرار داد، پایه‌ای بنا می شود که همه چیز تا ثریا کج خواهد رفت. اصولگرایان برداشت خیش از اسلام را بهترین می پندارند و آنها که خوانش دیگری دارند و ایده خودشون رو دارند درست از آن فضیلت ها می پندارند و هر یک می خوان با استفاده از نهاده حکومت شهروند رو با زور یا حتی بی زور بنابر تصورات خیش شکل دهند. یعنی مشکل در آنجاست که حکومت از شکل بی‌طرفی در ارزش‌ها بیرون آید و یک سویه شود و عملاً بدل به نهادی برای تربیت شهروند با فضیلتی ویژه گردد. در جمهوری اسلامی ایران اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند با اصولگرایان یکیست. هر دو خواهان حکومت اسلامی و اجرای احکام و موازین شرعی هست. یکی اینچنین و دیگری آنچنان. هر دو قانونگذاری را حق الله می دانند و نه حق انسان. پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش نفی حق حاکمیت الله هست. هر دو حجاب می خواهند. نزاع و رقابت بر سر میزان آن است و نه اصل آزادی انسان و حق خدشناپذیری انتخاب و آزادانی پوشش. هر دو حکومت اسلامی می خواهند. یکی اینچنان و دیگری آنچنان. روش ها و طرز حکومت رو فقط تفاوت می کند، اما حکومت ارزشی پا بر جا می ماند. برای هر دو تساوی حقوق شهروند در برابر قانون بی‌معناست. انسان باید مرد شیعه پیرو ولایت امر باشد تا از کل حقوق الهی و زمینی بهره‌مند گردد. آزادی و حقوق شهروندی را نمیتوان مدیون تفسیر خوب یا بد این یا آن حاکم کرد. آزادی انسان در حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسیش باید نهفته در بطن حقوقی و ساختار حکومت و مستقل از خواست یا نیت خوب و یا بد این و آن باشد تا هر کس که آمد یا رفت، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، نتواند هیچ تغییری در اساسان ایجاد نماید. این که اصلاح طلبان که سرانجام بعد از گذشت 20 سال اندی هنوز مشخص نشده که چه چیزی میخوان اصلاح کنند، بر اصولگرایان خوشگندیش
ترجیح دارند داشته باشند. اینکه روش آنها از نگاه ما بهتر از ظاهر روش اصولگرایان است که بر فرض باشد، اما حلال مشکلات اساسی نخواهد بود. چرا؟ زیرا اصولگرا میتواند همان میزان حق داشته باشد در انتخاب راه و زندگی و ارزش‌هایش که اصلاح طلب حکومتی خواهان است. چه کسی میخواهد قاضی القضات شود و راه و روش زندگی و حقیقت آن را تعیین کند؟ حکومت باید به گونه سازماندهی شود که از نگاه حقوقی تفاوتی میان اصولگرا با اصلاح طلب یا شهروند سکولار و غیره نباشد. زیرا در حکومت سخن بر سر حقوق است و نه ارزش ها، و حکومت پدر جامعه نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی آن است. حق و ارزش دو امر متفاوتند. یعنی اگر اصلاح طلب حکومتی نمیخواهد در زیر ارزش های اصولگرایان زندگی کند، حق اوست. اما اصولگرا نیز بهرمند از همین حق است و اون نیز نمیخواهد در زیر حاکمیت ارزش های اصلاح طلب زندگی کند. هر یک بر مسند قدرت بنشیند و بخواهد با سوء استفاده از ابزار حکومت ارزش های خود را به کرسی بنشاند، دیگری مخالف او خواهد بود، زیرا با حاکمیت این آن دیگری ناموسش، یعنی ارزش های مقدسش را بر باد رفته میپندارد. یعنی اشکال اساسی اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهند نه در نوع خانش آنها از اسلام، که در تعریف آنها از ساختار حکومت و وظایف آن نهفته است. حتی اگر آنقدر از چارچوب ولایت فقیه یا اسلام فاصله بگیرند که آن را نفی کنند، آنها همین که خواهان حکومت ارزشی شده اند و ارزش ویژه‌ای را بدل به ارزش حکومت کردند، از مسیر نظام‌های دموکراتیک خارج خواهند شد و در آن صورت چه بخواهند یا نخواهند به سوی یک نظام بسته تامگرا پیش خواهند رفت. نگاه شود به حکومت‌های یک سویه ایدئولوژیک سکولار، منظور غیر دینی مذهبی، در تاریخ نچندان دور بشر در شوروی اروپای شرقی. جوامع مدرن امروز دنیای چند صد نفره و بسته یک دهه کوچک جدا از سایر آبادی ها با انسان های یک پنداره کردار نیست، بلکه دنیای میلیونی شهروندانی با تصورات و پندارهای متفاوت از دین و مذهب و اخلاق و مسلک است. در نتیجه تساهل و تسامح برای جوامع باز نه یک امر لوکس، بلکه ضرورت سازماندهی جامعه و ساختار حکومت است. اما تساهل و تسامح در پندار و گفتار و کردار که امری شخصی است، یک سوی ضرورت و سوی دیگر آن حقوق اساسی و مدنی یکسان برای همه در برابر قانون است. تا آن کس که او را تساهل و تسامح نشاید، به جبر قانون تن به حقوق دیگران دهد. ایده بی‌طرفی حکومت در ارزش‌ها دستاورد انسان به بهای دو سده تجربه خونین در اشکال گوناگون حکومت است. حکومت باید در نزاع و رقابت میان ادیان و مذاهب، ایدئولوژی‌ها، آموزه‌ها و نگرش‌های گوناگون شهروندانش به اخلاق و فرهنگ و ارزش‌ها بی‌طرف بماند تا بتواند زندگی را برای همه، برای تمام شهروندان ممکن کند. در جامعه مدرن برداشت‌های متفاوت و در پی آن اختلاف نظر میان دین، مذهب، فرهنگ یا مرام‌ها و مسلک‌های گوناگون یا راه و روش زندگی یک واقعیت مورد پذیرش همه است که اصولاً نباید حل شود. نام چنین ساختاری از حکومت که در آن شرایط زندگی با هم و در کنار هم صدها ارزش متفاوتند با حقوق یکسان و مساوی در برابر قانون را ممکن می سازد. دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر یا دموکراسی های مدرن است که همگی پیامدهای پس از جنگ دوم جهانی هستند. تاریخ همون تجربه نشان می دهد که حکومت ارزشی با هر شکل و نوع اسلام خوب یا بد و تلاش برای یک دستسازی انسان منتهی به نظام های تامگرا شده. نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، پولپیتیسم، خمینیسم. آنچه را بشریت تجربه کرد ما نباید الزاماً خود از نو تجربه کنیم. به تاریخ سایر ملل نگاه کنیم. چرخ وجود دارد. نیازی به اختراع و ساخت دوباره آن نیست. ساختار حکومت از ایالات متحده آمریکا تا کانادا، از استرالیا تا بریتانیای کبیر،
از آلمان تا فرانسه، از اسپانیا تا کشورهای اسکاندیناوی، همه بر اساس دموکراسی‌های پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا شدند. اگر آنها موفق بودند که بودند، پس شدنی است. و اگر نمونه‌های دیگر همگی شکست خوردند که خوردند، پس چرا ما باید به کج راه رویم و آزموده ها را بار دیگر بیازماییم؟ مگر خرد گم کرده ایم؟ در آلمان یک سوم جامعه کاتولیک، یک سوم پروتستان و باقی بیدین یا بی خداست. به هر دلیل بنای ساختار حکومت بر اساس تصورات و ارزش‌های هر یک از آنها تنها می‌تواند فاجعه‌ای باشد و به جنگ داخلی هر کس با دیگری منتهی شود تا سرانجام همه یک دست شوند. و اصولاً چرا باید همه یک دست شوند؟ آنچه سه گروه کاملاً متفاوت در ارزش‌های دینی، مذهبی، فرهنگی را در آلمان در کنار هم نگه داشته است، پذیرش حقوق مساوی برای هر کس در برابر قانون و در پی آن ایجاد امکان زندگی انسان‌ها با ارزش‌های کاملاً متفاوت در کنار هم است. در اینجا حکومت در هیچ یک از ارزش‌ها دخالت نمی‌کند. حکومت در ساختار خود نه کاتولیک است، نه پروتستان و نه اصولاً به دین و مذهب شهروندان خود یا خدا باوری و یا خدا ناباوری آنها کاری دارد. هر کس هر چه هست یا نیست در برابر قانون با دیگری از حقوق یکسانی بهره‌مند است. در مجلس ملی آلمان نمایندگان به هنگام ادای سوگند هر یک به آنچه اعتقاد دارند سوگند می‌خورند، یکی زمینی و دیگری آسمانی، و منشأ قانونگذاری نه متون مقدس یا خوانش ویژه از آن، بلکه خرد و وجدان نمایندگان منتخب ملت با التزام به حقوق بشر است. در اینجاست که انسان با قانونگذاری قائم به ذات مستقل آزاد و انسان مدار می شود. مشکل جامعه ما بدون تغییر شکل حکومت و تعریف نوین از وظایف آن حل نخواهد شد. تفاوتی نمی کند چه کسانی مصدر حکومت باشند. مشکل حکومت در ایران خوانش خوب یا بد از متون مقدس نیست. ارزشی کردن یعنی یک سوی نگری حکومت، الهی و مقدسی کردن آن است. اگر قرار بر صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز همه با هم باشد، هیچ نیروی را نمیتواند جامعه بیرون یا به حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا حقوقش را محدود کرد. چون این امری علاوه بر نقض حقوق و ایجاد تبعیض میتواند منتهی به جنگ داخلی شود. همه باید بپذیرند که بنابر خرد و انصاف حقوق سوری آنها یکسان و با دیگری برابر است. حق تعیین سرنوشت فردی و تساوی حقوقی همه در برابر قانون پایه و اساس خدشه‌ناپذیر جوامع مدرن است. با ساختارهای مربوط به جوامع پیشامدرن نمیتوان جامعه مدرن را باز ساخت. هر چیزی ابزار ویژه خود را دارد. وظیفه سیاست حفظ و تضمین آزادی همگان است و نه به کرسی نشاندن پندارهای یک گروه ویژه. اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند و می‌پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت، تصورات و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در اساس همان کاری را می‌کنند که داعش یا طالبان یا اصولگرایان در جامعه ما می‌کنند. تبدیل حکومت به نهاد اجرایی، یک نهاد اجرایی یک نگاه ویژه به انسان، جامعه، فرهنگ، دین، مذهب و مفهوم سعادت یا خوشبختی در جوامع باز، این امور شخصی فردی است و حکومت در هیچ یک از آنها دخالتی ندارد. دیگر اندیشی الزاماً درست اندیشی یا خوب اندیشی نیست. همان دیگر اندیشیدن است. در یک نظام دموکراتیک که اساس آن چهارچوب حقوقی بی‌طرفانه برای همه است، تا موسی به دین خود رود و عیسی به دین خیش، اصولگرا، دگراندیش، اصلاح طلب است و عکس. تا هنگامی که پایه حکومت بر اساس احکام و موازین شرع و حکومت اسلامی تعریف شود، رقابت خوانش‌ها همچنان و بی پایان و بی کران ادامه خواهد یافت، بدون آنکه افقی برای پایان دیده شود. ساختار حکومت را باید آنچنان سازماندهی کرد که هر کس بتواند با تفاوت‌ها کنار بیاید، بدون آنکه حقش ضایع شود.
یعنی چهارچوبی، یعنی همون ساختار حکومت که فضیلتی را برگزیند و بخواهد آن را بر شهروندان حق نکند. با روش‌های خوب یا بد فرقی نمی‌کند. قاتل آزادی و حق تعیین سرنوشت انسان و خودمختاری او می‌شود. برای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید سیاست و جامعه را از جدل‌های پایان ناپذیر ارزش‌های دینی، مذهبی، اخلاقی رها کرد و چهارچوب حقوقی را جانشین آن نمود که در آن با تساوی حقوقی همه در برابر قانون هر کس در پی ارزش‌های منتخب شخصی خیش باشد. مثال رئیس جمهور که نماد قدرت یا همبستگی ملت است باید ملت را نمایندگی کند و نه اعتقادات و پندارهای دینی مذهبی گروه ویژه‌ای از ملت را. و او تنها زمانی میتواند این چنین کند که مقام ریاست جمهوری و نه شخص رئیس جمهور نهادی بی‌طرف باشد و نه اینکه این نهاد برای مردان مؤمن پیرو مذهب شیعه 12 امامی پیرو ولایت فقیه دوخته شده باشد. در چنین حالتی نامسلمانان، خدا ناباوران، سکولارها، پیروان سایر ادیان و مذاهب، اهل سنت، زنان کشور همگی خواهند گفت پس حق ما کو؟ و اینها همگی شهروندان این کشورند. ساختار دولت دینی ایران سراسر مملو از چنین تبعیض‌ها و قوای حکومت عملاً در انحصار فقها و مجتهدان است. یعنی هرچند که خانش بهتر از اصول مقدس کمکی خواهد بود برای تساهل و تسامح یا برای بردباری و تفاهم، اما مشکل حکومت یک سویه و سراسر تبعیض را حل نخواهد کرد. حقیقت فردی در تنهایی آن فرد یک حقیقت است، اما در جمع تنها یک نظر است. اگر کشورهای تامگرای اتحاد جمهوری شوروی یا اروپای شرقی بنابراین راد ممنون میشم که کمی جنبندی بفهم. بله تمام. بله. با یا اروپای شرقی شانسی برای اصلاح و ماندن داشتن، حکومت دینی ایران نیز خواهد داشت. با توجه به این مهم که ایدئولوژی آنها محصول سده 19 و 20 بود و اینها در پندارهای پوسیده و ارتجاعی 1400 سال پیش زندگی میکنن. ممنون از صبر و حوصلتون و تشکر در خدمتم برای سوالاتون. متشکرم. ممنون از شما خانم بهمنی راد. و بله صحبت هایی که ایراد فرمودید فوق‌العاده بود، مخصوصا در رابطه با جدایی دین از دولت و تا زمانی که ما در اول ابتدا تا این لحظه از جلسه تمام صحبت هایی که دوستان روحان و سخنران گرامی گفتند، فقط نکته آخر به این نکته به اون نقطه میرسه که نباید ما سیاست رو با دین یکی کنیم. ممنون از شما خانم بهمنی راد. اگر دوستان نظری دارن در قبال سخنرانی خانم بهمنی راد، ما در خدمتتون هستیم. بسیار عالی، ممنون از شما. خب در پایان ما بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد امروز ما در رابطه با حق مسئولیت هست نسبت به جامعه. خب من امروز قصد داشتم که با توجه به این که فردا روز ملی صنعت ملی نفت ایران هست و اینکه دولت مردان جمهوری اسلامی بعد از این چندین سالی که حکومت کردن و حکمفرمایی کردن چطور و چگونه عمل کردند و با فروش پول نفت ایران چه چیزهایی رو به دست آوردن و چقدر به این حق مسئولیتشون نسبت به جامعه نزدیک شدن. اما بعد از این که خب دیدم که موضوعات سخنرانان امروزمون خیلی خیلی فوق‌العاده بود و اینکه مطالب خیلی جالبی رو ارائه دادن، یه برنامه دیگه رو ترتیب دادم و اینکه یه توضیحات کوتاهی رو نسبت به سخنرانی‌های امروزمون در رابطه با مسئولیت نپذیرفتن دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کنم. یکی این که در یک نگاه ما ایران رو نگاه کنیم میبینیم که در جای جای وطنمون هر روز به نحوی نقض حقوق بشر رخ میده. از تبعیض، مشکلات زنانی که به هر نحوی با اونا مثل برده رفتار میشه و مدام خبر قتل زنان به نام ناموس میشنویم.
و یا به جای بالا بردن سطح کیفیت در آموزش و تحصیل، اونا رو وادار میکنن به فرزندآوری اجباری. یا دیدیم که خانم ابوطالبی عنوان کردن کودک همسرانی که به خاطر وجود فقر، بیکاری پدر مادرشون مجبور به فروختن فرزندانشون، حالا چه به صورت کودک همسری چه به صورت جنین و نوزاد میشه. یا اینکه از زندانیان بگیم که هر روز و هر ثانیه روز به روز بر تعدادشون اضافه میشه، زندانیانی که فقط به خاطر وجود دین اسلام در زندانهای ایران به سر میبرند و فقط هم به دلایل واهی و یا با توجه به حکمهای صادر شده ای که با شکنجه و اعترافات اجباری گرفته شده، و یا اعدامهایی که روز به روز داریم آمارشون رو بالا و بالاتر میبینیم. یا اینکه در قبال خشونت مردم که هر روز شاهدش هستیم، فقط میبینیم که به خاطر بیکاری، فقر، نداشتن امنیت شغلی، نداشتن امنیت موقعیت اجتماعی، فرهنگی یا نداشتن امید به آینده نشأت میگیره، و یا از پرداخت نکردن حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بگیم، یا عمل نکردن به قولهایی که آقای رئیسی داد زمانی که ریاست جمهوری میخواست تبلیغات میکرد و یکی از اونا کنترل گرانی بود. یا اگر که نگاه خودمون رو بیشتر باز کنیم به از بین رفتن رودخانه ها و جنگل ها و دریاچه و هزار هزار مورد دیگه که نقض حقوق بشر رو در ایران میبینیم و فقط و فقط به خاطر بیمسئولیتی دولت مردان جمهوری اسلامی رقم خورده. اگر که در حال حاضر فقر رو در سطح ایران بخوایم اندازه بگیریم، نسبت به 2 سال گذشته 80% رشد پیدا کرد. اما سوال اینجاست، چرا دولت مردان جمهوری اسلامی به فکر این مردم زحمتکش نیستند؟ چرا با این همه منابع ملی، ثروت عمومی مثل نفت، گاز، معادن زغال سنگ، طلا، مس، سرب، روی، منگنز و یا منابعی مثل جنگل و دریا، چرا مردم ایران تو فلاکت دارن زندگی میکنن؟ این همه سرمایه ملی ایران کجا میره؟ چرا در دولت مردان جمهوری اسلامی ایران روز به روز راندخاری و فساد بیشتر میشه؟ چرا وقتی که اسم راندخاری و فساد میاد، اسم صدرنشینان دولت در ردیف اولی؟ چرا اینقدر فاصله طبقاتی وجود داره؟ و هزاران سوال دیگه. چرا محرومیت در ایران وجود داره و هر لحظه به لحظه بیشتر میشه؟ هوای شهرهای جنوب ایران پر از گرد و غبار، رودخونه‌ای مثل کارون خشک کم آب شده و مردم خوزستان با این همه رودخونه بازم بابا آشامیدنی سالم ندارن. چرا اصلا نمیتونن گرانی رو مهار کنن؟ و این موضوعاتی هست که واقعا من میخوام امروز در بحث گذاشته بشه. و چرا این دولت مردان جمهوری اسلامی ایران مسئولیت پذیر نیستند و مسئولیت را نسبت به جامعه عمل نمی کنند؟ این که از دوستان می خواهیم در بحث امروز ما شرکت کنند و نقطه نظرات خودشون رو عنوان کنند که دولت مردان جمهوری اسلامی با وجود قولهایی که به مردم می دند، با وجود این که اعلام می کنند ما در کنار مردم هستیم، چرا به این عمل نمی کنم. آقای فرخی، ما مایک در اختیار شماست، در خدمتون هستیم، میشنویم صحبت ها و نقطه نظرات شما رو. بله، منم تشکر میکنم از شما خانم مباشری عزیز. و اینکه اول بحثی که هست این که بیمسئولیتی مسئولین نسبت به معیشت مردم و شغل مردمه که باید همیشه مطرح بوده توی ایران، که همیشه میان یه شعارهایی میدن، شعار ارزونی و شعار از بین رفتن فقر میدن، که متاسفانه همیشه وقتی که توی جمهوری اسلامی میان یه چیزی رو میخوان ارزون کنن، همیشه باید منتظر برعکس این قضیه باشی. وقتی که میان میگن که ما میخوایم فقر رو از بین ببریم، باید منتظر، یعنی اتفاقایی که افتاده این بوده که هیچ وقت این اتفاقی که این صحبتایی که کردن به واقعیت نپیوسته، یعنی همیشه خلاف این اتفاقات افتاده، خلاف حرفایی که قول وعد وعیدایی که دادن، قولایی که دادن، همیشه خلافش انجام شده توی جامعه اسلامی ایران. و اینکه
این همه ثروت داریم توی جامعه ایران، توی اولین موردی که مسئولین در نظر میگیرن جیب خودشونه در اصل، و اینکه ساپورت کردن کسایی که باید از خانواده خودشون توی کشوره دیگه هست، و دومین حالتش اینکه بتونن اون هزینه رو، خیلی هزینه و حقوق مردم و حق مردم رو دارن هزینه جنگ میکنن متاسفانه. و اینکه بیشتر جنگ پروری رو دوست دارن و حمایت کشورهایی هست، سلاحهای کشورهایی هست که دارن به قول خودشون حالا اونجا جنگ رو دارن گسترش میدن، ولی با چه بودجه؟ با بودجه جیب مردم متاسفانه. و اینکه بارها میبینیم که خودشون کارهای خلافی میکنن و برای خودشون قاچاق مواد نفتی، هر نوع قاچاقی برای خودشون آزاد میشه، ولی برای مردم ایران یا کولبران یا سختبرانی که توی مناطق مرزی هستن متاسفانه برای اونا جلوگیری میکنن. و کشوری که روی منابع نفتی دستشه واقعا نباید، ما ببینیم شرایط امروزی مردممونه، کسایی هستن که الان توی این شرایط اواخر سال، یعنی سال جدید، حالا من بگم اوایل سال جدید هست، خیلی از کارگرها هستن که حتی حقوق معوقه 6 ماهه دارن. متاسفانه اینا هست که میشه بگی بیمدیریتیه و بدون برنامگیه دولته، دولتی که میاد یه روحانی رو میذاره رئیس دانشگاه، و زمانی که یه روحانی میره تو دانشگاه میبینه هیچی بلد نیست، خودش میاد بیرون. این دیگه واقعا جای تأسف داره برای دولتی که نمیدونه چه کسی رو باید در چه سمت و چه جایگاهی قرار بده. و این میشه متاسفانه بگی کل اتفاقات زندگی مردم ایران، دولت ایران، اینه که یه فرهنگ سازی نشدن برای خود دولته، یعنی برنامه ریزی نشدن برای خود دولت متاسفانه. ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون از شما. بله واقعا اگر که نگاه کنیم به جامعه جمهوری اسلامی ایران و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، میبینیم که شما هر نقطه از مراکز ایران رو در نظر بگیریم، هر نقطه در رابطه با هر مسئله، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ فرهنگ، از هر چیزی، اینها مسئولیت پذیری رو قبول نمی کنه. آقای بلوردی بفرمایید، مایک در اختیار شماست، میشنویم نقطه نظرات شما رو. ممنونم از شما خانم مباشری. سلام میکنم به همه دوستان عزیز. بسیار مطلب خوبیه برای بحث آزاد. حالا من این مقدار به شوخی بگم، من هر وقت حوصله‌ام سر میره دنبال یه مطلب خنده‌دار میگردم، میرم سخنهای مسئولای جمهوری اسلامی رو گوش میدم، چون بیشتر خیلی طنزه. یعنی شما مسئولیت پذیری اصلا یکی خنده‌دارترین جوکای میتونه تاریخ ایران باشه، چون هیچ مسئولی در طول تاریخ جمهوری اسلامی نه معذرت خواهی کرده تو حالا، نه اومده به اشتباهش اذعان کرده، نه اصلا مسئولیت قبول کرده. یعنی شما هیچ جا هیچ مسئولیت هیچ کس تو جمهوری اسلامی، یعنی از یه آبدارچی دولتی و غیر گرفته تا بالاترین رکن نظام، اصلا چیزی به اسم مسئولیت جرمه. یعنی شما اگر یه نفر تو جمهوری اسلامی بگی وظیفته، میگیرنت، بازداشتت میکنن. یعنی یه مثال خیلی جالب برات بزنم، هممون شنیدیم یه شخصی به وزیر بهداشت میگفت مثلا من کمرم درد میکنه، فیزیوتراپی نیست یا نوبتاش خیلی طولانیه، میگه خودت برو به مال کمرتو. یعنی این وزیر بهداشت یه مملکت سطح شعور و فرهنگ و مسئولیت پذیریش در این حده. یا مثلا وزیر اقتصاد داره میگه ما جزو 5 کشور اقتصادی دنیاییم که مجری در اومد بهش گفت که شما مطمئنی ایرانو میگی، آلمانو نمیگی؟ یعنی شما ببین طرف، ببین اصلا چی میزنه. یعنی من فکر نمی‌کنم موادی ساخته شده باشه که شما بزنی و خودتو با آلمان مثلا مقایسه بکنی، یا مثلا بگی ما جزء کشورهای صنعتی، این کشوری که
هیچ، یعنی ما تو ایران یه پیچ و مهره هم نمیتونن اینا تولید بکنن دیگه، چه برسه هنوز قلمه زدن بلد نیستن تو گل گیاه ها، یه محصولات کشاورزی نمیتونن درست چیزی، یه گل نمیتونن تو گلون در بیارن، من نمیدونم، یعنی بیشتر جوکه اصلا این مسئله. تو ایران میتونی شما یه کتاب فوکایی میتونی از صحبت های مسئولین ایرانی هست، دوستی الان فرمودن که طرف روحانی بوده، بعد خب حالا این داستان داره، اینکه اون هیئت مدیره و اون شورایی که داخل اون دانشگاه بودن یک سومشون روحانیون بودن، دو سومشون پزشکا بودن، پزشکا چون همه قبول نداشته بودن، هیچکی به هیچکی رأی نداده بود، این شورای روحانیون اون بیمارستان همه یکی رو قبول داشتن، رأی داده بودن، طرف رئیس بیمارستان شده بود، این بعد خودش رفته بود دیده بود که بابا من هیچ چیز سر در نمیارم، همون روز اول استعفا داده بود، یعنی واقعا مشکل از اون روحانیه نی، یعنی اون پزشکا اونا خودشون یه جوکی هستن اونا، یعنی یکی بعد اونا رو بگیره اون دو سوم دیگه رو بریم دریاب. مسئولیت اگه مسئولیت پذیری تو ایران بود که الان ما وضعمون نبود، تو واکسن کرونا دیدیم که چقدر مسئولین واقعا مسئولیت پذیری بودن، میگفتن به اندازه 10 میلیون نفر تو تهران ما قبر میکنیم، اصلا مردم نگران قبر نباشن. ممنونم ازت. ممنون جناب آقای بلوردی، واقعا وقتی که این صحبت ها رو میکنید واقعا آدم واقعا خندش میگیره از این حس مسئولیت پذیری، یعنی اینا با صحبتی که شما فرمودید اینا مسئولیت پذیری که میخوان داشته باشن، این نیست که جون انسانها رو نجات بدن، به دنبال این هستن که قبر تولید کنن افراد دیگه رو زیر خاک کنن. ممنون از شما جناب آقای بلوردی. آقای محمد رضا، نه ببخش، آقای نوری زاده در خدمتتون هستم. آقای نوری زاده میشنویم شما رو. سلام، صدای من دارین؟ بله واضح و کامل در خدمتتون. خیلی متشکرم. من از اول از همه پیشاپیش سال نو رو خدمت همه همکاران تبریک عرض میکنم، امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. خدمتتون عرض کنم که از نظر من دولت جمهوری اسلامی اصلا هدفی برای این موضوع نداره که بخواد مشکلات مردم رو برطرف بکنه، به این دلیل که دولت جمهوری اسلامی بر این باور و بر این عقیده هستش که مردم هر چقدر در تنگنا قرار بگیرن بیشتر به دین نزدیک میشن و بیشتر به سمت باورهای عقیدتی که دارن نزدیک میشن تا اینکه مردم در رفاه باشن. از این رو به همین خاطر به نظر من دولت هیچ برنامه‌ای نداره و ما همینطور که میدونیم شاهدش هستیم که هر روز در تمام نقاط ایران هم از مشکلات محیط زیست گرفته تا مشکلات کارگری، حقوق بشری و مشکلاتی که مردم باشون دست پنجه نمی کنن هر روز داره به تعدادش بیشتر میشه و من نظرم اینه که میتونه یکی از دلایلش این باشه که دولت هیچ برنامه و هیچ هدفی نداره، اونم به دلیلی که هرچند مردم در تنگنا قرار بگیرن بیشتر نزدیکتر میشن به دین تا زمانی که مردم در رفاه باشن. ممنون که از اینکه وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنون جناب آقای تغیزاده، درست میفرمایید. نگاه کنید دولت جمهوری اسلامی اینا یک قوانینی دارند که فقط همه چیزشون بر اساس دین باشه دیگه، پس میان یک روشهایی رو انتخاب میکنن که مردم رو به سمت دین بکشن. اما کار ما اینجا چیه؟ ما باید چه کار کنیم؟ ما باید چه هدفی رو باید دنبال کنیم؟ چطور میتونیم به مردم بگیم که این دولت جمهوری اسلامی چه مسئولیت هایی داره، چه کارهایی رو باید انجام بده؟ این سوالی هست که من از شما میخوام بپرسم. ما به عنوان یک فعال حقوق بشر چه کاری رو میتونیم ارائه بدیم، چه راهکاری رو میتونیم ارائه بدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران تکونی به خودش بده و در مسئولیت پذیری کارش اقدامی انجام بشه؟ دوستان اگر که مایل باشن جواب سوال رو بدن ممنونتون میشیم. خب خیلی عمالی. اما من اینجا آقای حمیدرضا سعیدی در خدمتون هستم. آقای سعیدی بفرمایید. خواهش می‌کنم خانم مباشری.
در جواب این سوالتون که چطور میشه دولت جمهوری اسلامی رو مسئولیت پذیر کرد، یا به نوعی دیگه که فرمودید ما چه اقدامی انجام بدیم که دولت جمهوری اسلامی در قبال عمل کردش مسئولیت پذیر باشه، من فکر میکنم که در این مورد به خصوص ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ذات دولتی که بر مبنای حکومت دینی شکل گرفته، بر اساس تفکرات قیام خون بر شمشیر، بر اساس تفکرات شیعی در واقع شکل گرفته، این هست که این ذات اصلاح ناپذیره. دیدیم که سال 76 هم گروهی از اصلاح طلبها، حالا به هر حال یا الکی برای اینکه ما رو سرگرم بکنن یا سوپا به اطمینان نظام باشه، به هر ترتیب این جناح از درون حکومت سر برآورد و اقداماتی رو انجام داد. در نهایت اصلاح طلبی به اونجا رسید که تنزل درخواستاشون به حد رسید که آیا ربنای شجریان در ماه مبارک رمضان از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حد اکثر درخواست ها بود، یعنی از آزادی مطبوعات، از اینکه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی در واقع حق آزادی بیان و انتشار عقاید ملت رو دارن، رسید به اینکه آیا ربنا باید از تلویزیون پخش بشه. این تنزل درخواست ها بود. اینه که من فکر میکنم این حکومت در ذات خودش، در کنه خودش اصلاح ناپذیره، و چون اصلاح ناپذیره هیچ حرکتی در این زمینه نمیشه کرد. به نظر من یگانه راه اینه که این حکومت از این بدهیمون رو، ما در واقع بدهی تاریخی که مرحوم کسروی گفت ایران و ایرانی یک حکومت به آخوندهای شیعه بدهکاره، ما این سررسیر آخرین بدهیمون رو باشون تصفیه کنیم و آقایون رو برای همیشه روانه تاریخ بکنیم. به نظر من این تنها راهی که ما میتونیم به ممنون از شما. ممنون جناب آقای سعیدی، دقیقا درست میفهمید. ببینید یک مثال هست که همیشه گفته میشه که شما یک نفر که خواب هست رو میشه بیدارش کنید، اما کسی که خودش رو به خواب زده نمیتونید بیدارش کنید. و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران تنها راهی رو که دارن پیش میبرند در همین مورد هست. دولت مردان جمهوری اسلامی ایران دارن این کار رو به سر مردم میارند و با به قول معروف خودشون رو به خواب زدن دارن حق و حقوق مردم رو پایمال میکنند و همچنین مسئولیت پذیری رو از خودشون دور میکنند و خیلی راحت نشستن در اون بالای حرکه منصبشون و اینکه هیچ اقدامی انجام نمیدن. خب ممنونم از همه دوستانی که همراهی کردن ما را. اگر که صحبتی، نقطه نظری، انتقاد دیگری نباشه، بنده جلسه رو به پایان برسونم. خب ممنونم از این که همکاران گرامی و همراهان عزیز امروز ما در خدمتشون بودیم در واپسین روزهای سال 1400 شمسی، و اینکه امروز ما در جلسه نمایندگی شمال آلمان اشخاصی که امروز ما رو همراهی کردن به خدمتتون عرض میکنم. آقای عباس منفرد زحمت کشیدن و گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه 1400 رو ایراد کردند. خانم منصوره کاویانی زحمت کشیدند و بررسی کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردن. آقای فرشاد اعرابی حقوق زندانی را تحت صحبت و تحلیل درآوردند. خانم لیلا ابوطالبی کودک و همسایه را عنوان کردند و خانم معصومه بهمنی راد سخنرانی خودشون را با جدایی دین از دولت ایراد کردند. همچنین منشی جلسه ما آقای امین بلوردی بهمن بودند که زحمت کشیدند و هماهنگی‌های لازم را انجام دادند. آقای محمد رسول پورتندرست و آقای حمیدرضا سعیدی زحمت ضبط و تدوین صدا را انجام دادند و ادمین‌های ما آقای مصطفی گودرزی، سید اسماعیل هاشمی و آقای صادق فرخی قصر آسمی بودند.
جلسه امروز نمایندگی شمال آلمان رو در ساعت 14:08 به پایان می‌رسونیم. همگی خسته نباشید. مرسی. روز خوش و خدا نگهدار و سال خوب و پربرکتی رو.